بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز دوشنبه است، 25 ماه فوریه سال 2019 میلادی، و خیلی خوشحالم که امروز با دو نفر از دوستان هستیم که قبلا در سازمان مجاهدین بودن. به مجردی که متوجه شدن این سازمان تبدیل شده به فرقه، جدا شدن یا خواستن جدا بشن، و مشکلاتی که سازمان برای اینها درست میکنه، تهمت هایی که میزنه، توهین و تهدید که جای خود، بالاخره جدا شدن. کجا جدا شدن؟ در آلبانی. چرا در آلبانی؟ برای شما این دوستان میگن. گفتم خب خبر بهتر این که من مدت ها بود با آقای غلامرضا شکری از طریق فیسبوک به قول دوستان کل کل میکردیم و با هم در ارتباط بودیم. حتی ازشون پرسیدم که ایشون شیرازی هست یا نه، چون شکری داریم و اسم اونم غلام شکری هست و اون هم جزو سازمان مجاهدین هست یا بود، اقل نه، چون بعدن ماجراهایی با سازمان مجاهدین پیش آمد که اگر هنوزم با سازمان مجاهدین باشه این دوست و همشهری ما آقای غلام شکری، نشون میده که یه چند تا پیچ و مهره مغزش شله. خب سلام میکنم، خوش آمد میگم به آقای غلامرضا شکری در آلبانی، و از ایشون میخوام که برای ما تعریف کنن که آقای شکری کی هست و چجور شد، چه اتفاقی افتاد، چون هر کدام از این دوستان داستان جالبی دارن در ارتباط با به اصطلاح پیوستن به سازمان مجاهدین. آقا خیلی خوش آمدید، بفرمایید که چی شد که آقای شکری به سازمان مجاهدین پیوست. با سلام و درود به تمام بینندگان عزیز، چه اونایی که رو خطن و چه اونایی که بعد این برنامه رو میبینن، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. قبل از هر چیز باید به یک نکته یادآوری کنم برای همه دوستان که فردا روز مادره، باید این جشن و این تولد مادر رو همیشه گرامی بداریم. امیدوارم که همیشه شاد و خوش و خرم باشن تمامی مادرای عزیز. من غلامرضا شکری متولد آبان 1347 هم. ببخشید واقعا شما شکری هستید یا شکری؟ شکری هستم. آها، چون دوستان به من گفتن آقای سروی این آقا شکری هست، من فکر کردم به اصطلاح با شما شوخی میکنن و گفتم بله. خب من ازتون عذر میخوام، پس من اگر شما رو با نام شکری صدا میکردم، و چون دوستی داریم میگم اتفاقا اسم ایشون هم هست غلام شکری و در همین منطقه مریلند و واشنگتن هستن سالهای سال. خب پس دیگه بهتر شد، برنامه شیرین تر میشه. بفرمایید که چرا اصلا فامیل شما شکری هست؟ بفرمایید. تا اونجا که من میدونم خب فامیل پدرمه دیگه. آها. چون اصل پدرم هم که کردن منطقه سنندج، مادرم هم مال هم منطقه است. بسیار عالی، بفرمایید. والا من سنندج بی جای به دنیا آمدم، بعد تو سنندج کرمانشاه بزرگ شدم. دوران ابتدایی و متوسطه در مدرسه هم که توی چیز تموم کردم تو کرمانشاه، تا اون نقطه که درس خوندم. بعد دیگه شروع جنگ بود، 3 ماه یا 4 ماه از جنگ گذشته بود که توی جنگ پدرم شهید شد. بعد از اونم من بودم سال 63، اواسط 63 بود که وارد ارتش شدم. هرچند که سنم یک کمی پایین بود، ولی به دلیل اینکه یه سری ضمانت ها داده شد و از طرف اقوام که ارتشی بودن، ولی من پذیرفته شدم، چون سنم هنوز به سن 18 سالگی نرسیده بود. گفته خود تو مراحل آموزشی که تمام بکنه به 18 سالگی میرسه. بعد از اون دیگه مراحل آموزشی رو تمام کردم تو ارتش، وارد جبهه جنگ شدم توی لشکر 23 نوهد تیپ 2 گردان 131 برهان 2. مدتی که اونجا بودیم دیگه کل جبهه دستم بود، منطقه تمام مناطق کامل میشناختم. بعد از اونم که دیگه ما وارد
مسئله جنگ و اینجور چیزا شده بودیم. در حقیقت من توسط دو تا از دوستام فریب خوردم، چون من اصلا نمیخواستم از ایران خارج بشم دیگه. اینقدر با من صحبت کردن، گفتن آره میریم، تو میتونی برگردی، کاری ندارن دیگه. ما با اینا راه افتادیم، رفتیم عراق. یعنی شما سربازی تموم شد؟ نه من سرباز نبودم، کادر ارتش بودم. آها، استخدام ارتش بودی شما؟ بله استخدام ارتش بودم. که ما وارد عراق شدیم، مراحل قانونیشو گذروندیم تا ما رو بردن بغداد. بغدادم اونجا دیگه چون که اون دوتا فارس بودن، من کرد بودم، اون دوتا رو بردن هله، منو بردن اردوگاه کمپ التاش رمادی، منو بردن اونجا که همین که در بعض ورود وارد کمپ شدم، دو روز قبلش که زندان خود رمادی بودم دیگه، منو تحویل کمیساریا دادن که اومدن منو بردن توی کمپ با خود سرباز عربی. رفتیم توی کمپ، هم در بزم ورود کمپ خیلی آدم ها اونجا بودن که منم دیجوگون بودم که کجا برم چیکار بکنم کیو بشناسم، کسی رو نمیشناسم. که در حقیقت تنها جایی که خیلی برام فشار آوردن نفراتی بودن که در واقع مزدگیر خود سازمان بودن. نمی گفتم بابا برو سازمان، سازمان همه چیز درست میکنه، میتونن مسئلت حل بکنن بری خارج. میگودم بابا من اومدم برم دنبال زندگی خودم، میخوام برم درس بخونم، برم برای دوره خلبانی، برم زندگی خیلی خوبی داشته باشم و میتونم به دست بیارم یه زندگی رو دیگه. اینا یک راست اومدن چیکار کردن ما رو؟ خب جوان بودیم، نمیدونستیم موضوع سیاست چیه، بحث چیه، مجاهدین چیه. خب اسمشون شنیده بودیم از قبل، مثلا توی جبهه جنگ خب خیلی درگیری ها باشون داشتیم، البته با گردانه دیگه همونم و گروهانه دیگه خیلی درگیر، خب خیلی شنیده بودیم اینا که چیکار دارن میکنن. خلاص بعد از این که ما دیگه با اونا آشنا شدیم، اینا کم کم ما رو هل دادن به سمت این محل مجاهدی. آره برو اینجا، اینجا هیچ کس رو تحویل نمیگیره، اینجا همه دنبال پولن رو میکشن تو رو بر نمیدونم و خیلی از این حرفا دیگه. منم ناچار رفتیم دیدیم. یه هفته اونجا بودیم، بعد یه هفته دو نفر اومدن، یکی به اسم محمود، فامیلیش یادم نیست، یه سبزرویه بود که کارش همین بود، میومد رومادی با یه افسر عراقی با یه لنگروز میومدن اونجا، با نفرات میشن صحبت میکردن. که تو اون چیز اولیش که با من شروع کرد به صحبت کردن، گفتم والله من نمیخوام بمونم، میخوام برم، پس تمام ندارم، اصلا خوشم از سیاست نمیاد، خوشم از جنگ نمیاد، سالیان تو جنگم دیگه خسته شدم. این نشست صحبت کردن، کار توضیح برای من کردن، آره نمیدونم رژیم ایران اینجوریه فلانه، تو میتونی تو بیا سازمان مسئله حل میکنه، حتما میری درست هم ادامه میدی، میفرستن خارج، اونجا الان خیلی هستن میرن خارج برمیگردن برای سازمان کار میکنن، دارن درسشون هم ادامه میدن تو خارج، پاسپورت دارن، میرن میان. خلاص از این حرفا به ما زدن، ما یواشاش گفتیم خب بهترین چیزه برای ما دیگه، جوان بودیم خام نمیدونستیم چی به چیه، چیزی داره ما رو فریب میدن. بعد ما رو افتادیم بودن، خرداد ماه بود 18 اگه یادم باشه، 18 یا 20 خرداد بود، منو بردن بغداد. از بغداد یه اتوبوس اومد منو سوار کردن، یه ویزا بهم دادن، گفتن با این ویزا برو اشرف. که ما رفتیم تو اشرف و بعد گفت آخرین ایستگاه پیاده شده. خلاصه رفتیم اونجا خودمون معرفی کردیم و منو بردن لشکر 49. ببخشید منظورتون از ویزا چیه؟ یعنی یه کاغذ میدن دستتون یا تو پاسپورت آره. چیزی می‌نویسن؟ نه یه کاغذ بود مال مثل بلیت ورودی سینما هست. بله بله. بلیت یه جایی که می‌خوای بری وارد بشی تو باید این داشته باشی. آخه من شنیدم که سازمان حتی بین ساختموناش که مردم شماها میخواستید برید و بیان باید اجازه رفت آمد داشتید، یه چیز شبیه اونه، مثل اجازه تردد به اصطلاح از جایی که بودین به اشرف. بله 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 خیلی بله. ممنون بفهم. خلاص ما رفتیم لشکر 49 خودمون رو معرفی کردیم. خب اونجا برخورده خیلی گرم خوب، مثل اینکه مثلا چندین سال منو میشناسن. ما عجب حاجواج موندیم که اینا چجوری منو میشناسن، هر روز چه حسابی تو. تمام سنا
سناریویی که میچینن برای ورود یک نفر همین ریله، همین کار میکنن که جذبش بکنن که بیاد دستشون، آقا دیگه نفر رو کامل خام خام بکنن بیاد تو دستشون، بتونن چیکار کنن روش سوارشن، بیاد تو دست خودشون، تمام هر کاری ازش میخوان، هر چی بهش میگن، این فقط دیگه چشم حتما تمام خط خودشون رو پیش ببره. این تا این نقطه ما با اینا خوب بودیم، مشکلات زیاد داشتیم اونجا، ولی مسئولین این فرمانده ها یه جوری برخورد میکردن گویی این که اشکال از اون از اون نفر مقابله، تمام موضوع رو مینداختن گردن کی؟ گردن طرف مقابل. کارا آقایان اشکال از توه که تو نمیتونی طاقت بیاری، ولی سازمان داره خوب با تنظیم میکنه، خوب با تا میکنه که بتونی به مبارزت ادامه بدی. این سرگذشتی بود تا سال 69 ما. سال 69 ما سر یه موضوع کوچیکی بود، یه دفعه روز جمعه بود، هیچ وقت این یادم نمیره، روز جمعه بود یه دفعه من رو صدا کردم بیا بسم چیه، گفت که فلان تانک خراب شده، چون من دیگه هم ذهن فنیم خیلی خوب بود، فلان تانک خراب شده، اینو میگن تو میتونی اینو برداری ببری تعمیرگاه عراقی ها. گفتم بابا روز جمعه است، ما نمیتونیم چنین کاری بکنیم. نه الا بلا تو باید ببری. بعد اونجا بودم چجوریه، مثلا از فرمانده های خودت نمیان، بعد منو این وسط انداختی جلو که من برم روز جمعه ما رو داری خراب میکنی. خلاصه یه بگو مگو پیش اومد، یه حرف خیلی ناشاخلی به ما زد، منم زدم به سیم آخر، گفتم نگاه کن من این کارو دارم انجام میدم و تو این حرفم میزنی، من دارم هر به قول خودشون تضاد خودم رو میگم، یعنی مشکل خودم رو میگم، چرا گوش نمی کنید؟ بعد دیگه ما رفتیم تانک رو گذاشتیم توی تعمیرگاه عراقی ها و برگشتیم با لباس نو که تماما روغنی شده بود، اومدیم توی مقر، رفتم فرمانده اون صدا کردم، نزدیک عیدم بود، هیچ وقت یادم نمیره، گفتم که بیا، گفت چیه؟ فرمانده اسمش قادر بود، فامیلیش یادم رفته، گفتم بیا، گفت چیه؟ گفتم که برو به فرمانده بالاتر بگو غلامرضا شکری گفته تمام، من دیگه نمیتونم بمونم اینجا به دلایلی، میخوام برم دنبال زندگیم، خواهشن مسئله رفتن منو درست بکنیم که دیگه برم. که این نشست بر با من صحبت کرده، گفتم نگاه با من صحبت نکن دیگه، من وقتی حرفی بزنم پاشم هستم. رفتم فرمانده بالاتر آوردن و نشستن سه چهار تا از فرمانده ها دور من، آره تو اینجوری هستی، از یعنی میخوان آدمایی که فریب بدن سریع بندازنشون تو خط برگشت و اشتباه کردم و اینا، از نقاط مثبت شروع میکنن، آره تو این همچین آدمی هستی، تو فلانی، تو خانوادت نمیدونم مادرت منتظرته، ما جدیدن میخواییم تاد بتاد دیگه میخواییم بریم، شروع کرد گفتن، شاید بگم دو ساعت سه ساعتی طول کشید، به قول معروف رأی ما رو زدن، دوباره رأی ما رو زدن، دیگه ما موندیم که چیکار بکنیم. گفتم باش، تو حرفاشون یک نکته خیلی بارز بود، این که آدم ها رو بترسونن. مثلا اون زمان من یادم برگشت که بابا جان اگه بری رمادیم کسی رو برای خارج نمیبرن، تنها راه تو فقط همین سازمانه که میتونه مسئله حل کنه. رمادی جاییه که آدم های هستن اونجا 6 سال 7 سال 8 سال تا 10 سال توی این رمادی هن، نمیتونن از اینجا خارج بشن، خیلی ها دیوونه شدن، خیلی ها نمیدونن به زندگیشون خیلی ناجور و بدبختن، حتی نون شب هم ندارن میخورن. دیگه انقدر از این حرفا زدن هیچ ما رو تنرسونن، دوباره گفتیم باش دیگه، ما دست بالا کردیم. میخوام اینو بگم که این خط کاریه که همیشه برای هر نفری پیش میبرن، بخصوص نفری که مثلا یک سال توشون بوده یا چند ماه توشون بوده، به راحتی میتونن چیکار بکنن؟ رأی رفتنشو بزنن و مانع از رفتن میشه، چون اینا دنبال نیرو بودن، دنبال
دنبال اینن که اون جایگزینی که اون چیزی که توی به قول خودشون فرو جا بدن و مرساد این نیرو رو جایگزین بکنن، چون 1000 خورده کشته داده بودن. تا این مرحله که ما خب با اینا پیش رفتیم، در آقای شکری عوض میخوام حرفتون رو قطع کنم، چون دوستان هم آمدن به شما سلام میگن، خوش آمد میگن به دنیای جدید، هم سوالاتی دارن، ضمناً مثل اینکه شما یک کاری کردید که سازمان خیلی آتش گرفته اونو میپرسن، و یکی از دوستان آقای فرمام ایرانی میگه که در واقع آقای شکری شما به داخل مجاهدین رفتید که کیس سیاسی کسب کنید برای رفتن به کشورهای دیگر، آیا منظورتان این است؟ خود من سوال دارم از شما، چون تاریخ ها رو من الان دقیقا یادم نیست، شما وقتی در ارتش بودید زمان جنگ بود، و اگر کسی زمان جنگ خدمتش رو رها کنه حکمش به اصطلاح اعدام هست، درست میگم؟ بله. یعنی شما از لحاظ دولت ایران حکمتون اعدام بود، با همه اینها حاضر بودید سازمان مجاهدین رو ول کنید باز برگردید ایران یا برید یک کشور دیگه؟ نه قصدم این نبود، قصدم این که برم کشور دیگه. کاملشون کاملا حرفشون هم درسته. بله. هر کسی که جنگ رو ترک میکنه یا یکی تو یک عنوان نظامی هست، خب اگه در جریان باشین، وقتی تا موقعی که تو ایرانی به هیچ عنوان پاسپورت و خارج از ایران نمیتونی بری، چون که یک فرد نظامی هستی، کلی اطلاعات داری، خیلی چیزا رو میدونی، مسئله آموزشی ایران رو میدونی، خیلی چیزا هست که هیچ کشوری این کارو نمیکنه که اجازه بده به پرسنل ارتشیش بتونن از ایران مثلا با پاسپورت خارج بشه بره برگرده. همه جا نمیذارن. ولی من که افتادم تو دام خود سازمان مجاهدین، به قول معروف نه راه پس داشتم نه راه پیش داشتم. اگرم میرفتم بیرون قصدم فقط خارج رفتن بود، فقط قصدم خارج رفتن بود، برگشت به ایران برام متصور نبود، اونم به خصوص کشوری که مثلا مثل عراق که در جنگ بودیم. بله، سوال دوستان همین بود، شما در سال 1369 درخواست خروج دادید، چی شد؟ مگر در یک سال چی دیدید که میخواستید خارج شوید و چطور دوباره شما را گول زدن که ماندید؟ که شما توضیح دادید با ترغیب و تشویق و تعریف از شما کردن حقیقتا شما رو توی رو دروایسی نگه داشتن که شما مثلا بله خودتون رو مدیون و سازمان بدونید. بله خیلی ممنون. و میگن که در سال 1373 چه اتفاقی افتاد، چرا زندانی شدید و در این پروسه زندان چه چیزها دیدید؟ اگر فکر میکردید که در یک سازمان انقلابی هم با این عمل کرد چنین زن آیا فکر میکردید که در یک سازمان انقلابی هم با این عمل کرد چنین زندانهایی وجود داشته باشد؟ خب ما رو سال 69 رو گفتید، بریم ببینیم چگونه 4 سال گذشت و شما هنوز اونجا هستید و چی شد که ماجرای زندان و اینها رو لطف کنید توضیح بدید. بفرمایید. والا ما سال 73 بود، یعنی آی سوربی لحظه به لحظهش یادمه، هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. از زمانی که من صدا کردن روز پنجشنبه بعد از بازی فوتبال، منو صدا کردن، رفتم همون دوش گرفتم، اومدم صدام کردن، گفتن خواهر فلانی کارت داره. اون چیکار داره به من؟ اومدن منو بردن، دقیقا یادم اصطلاح مصنع بود، اومد منو سوار ماشین کرد، منو برد توی خیابون صد لشکر شست سابق توی ساختمان متروکه. گفتم اینجا که آره اینجا راه افتاده. ما رفتیم دیدیم همه جا خالیه، یه اتاق یک نفر با یک میز نشسته اونجا که اسمش یادم رفته نشسته بود، برگر گذاشت شروع دستم، گفت مزدور اینو امضا کن. گفتم چی رو امضا کنم؟ گفت تو از طرف رژیم ایران، از طرف وزارت اطلاعات ماموریت پیدا کردی اومدی اینجا. من همونجا جا خوردم، گفتم چی داری میگی؟ تا گفتم چی داری میگی اولین چک رو اونجا خوردم. و
بعد گفت که امضا کن. نگاه کردم دیدم مریم اکبری اینو امضا کرده و منو معرفی کرده به عنوان مزدور. و حالا بعد از 5 سال که تو خودشونم. و من گفتم چی شده مثلا بعد از 5 سال اومدین سراغ من که فهمیدین من مزدورم؟ گفت امضا کن. خلاص ما هم اول امضا نمی کردم ولی بعد دیگه امضا کردم، گفتم باشه ببریم هر کاری میکنی دیگه. از اون نقطه برای خودم همه چی رو بریدم، مردن رو بریدم، شکنجه رو بریدم، همه چی. بعد این ما رو بردن توی محل زندان که همون کتیبه ورودی لشکر 81 بود. من فکر کردم فقط من تنها رفتم دیم او چی خبره، اتاقا همه پره. روششم رو بستن بعد آوردن توی اتاقی. مختار و اون عالمیان اومدن لباس ما رو در آوردن و لخت و مادرزاد. گفتم خجالت نمی کشین لباس همه رو با در بیاری؟ یه دوتا از این لباس مال بیمارستانشون بود چی بود آوردن دادن تنمونو با یه زیر شلواری. گفتم برو روششم رو بستم بردن کردنم توی اتاقی. رفتم توی اتاق دیم 10-12 نفر نشستم. بعد همه تعجب کردم برگشتم میگفت ای تو هم اومد تو رو آوردن؟ برای من هم آوردن، شما رو برای چی آوردن؟ دیگه هم داشتیم که صحبت میکردیم یکی بخو هیچی نگیم سر این چیز. خلاصه این پروسه همینجوری ادامه میکرد. هر روز یکی یکی میبردن بازجویی میبردن با سر صورت باز کرده و کتک خورده برمیگردوندن. بعد اتاقا مثلا به فرض بگی 3 در 3 بود یا 3 در 4 بود، ما جای خواب نداشتیم، کیپ به کیپ، یکی سرش اونور یکی سرش همینجوری یک در میان میخوابیم که آدما جا بشن که بتونن استراحت بکنن. غذا خوردنم هم که با عرض معذرت مثل حیوان بود، میومد همینجور غذا رو مینداخت بعد نونم برامون پرت میکرد تو بعضی وقتا همینجور پرت میکرد میگفت بخوریم. این موضوع با کتک کاری ها و شکنجه کردن اونجور شده تموم شد تا مال نفرات بیشتر که دیگه همه رو جدا کردن. محل ما چون که تنگ بود همه نفرات بردن کجا؟ بردن توی قلعه محور 2 پای توی زل جنوب. اینا فکر میکردن ما اونجا نمیدونیم مثلا الان بردنمون اونجا، چون که از من خودم 1-2 سال تو اون قلعه بودم از تمام درخت ها و در دیواراش رو میشناختم. بعد اینا داخل اتاقای بزرگ همه رو درست کرده بودن، پنجره درست کردن، بعد حموم و قسمت بهداشتیش کامل آوردن تو هر اتاقی. تو هر اتاقی هم نزدیک به 12 تا 15 نفر میشدیم ولی اتاق بزرگ بود دیگه راحت میشد استراحت کرد. من بودن نزدیک به 2 ماه و نیم اون تو بودم. بعد یک دفعه صدام کردن رو چشم رو بستن. جز نفرات آخر بودم که منو داشتن می بردن برای بازجویی. رو چشم رو بستن و سوار ماشین کردن بردنم همون کتیبه بردنم تو همون کتیبه درست عید سال 1374. هیچ وقت دهنش یادم نمیره، عصری منو بردن اونجا، شبش عید بود، سر صدای آدما میومد. بعد از اون بودن ساعت 12 شب بود، 12 یا 11 شب بود، محمود قائم شهر با یکی به اسم مسعود اومدن تو اتاق. منو بردن پیش اونم، معذرت خواهم، منو بردن پیش اینا. دیدم محمود قائم شهر طبق معمول همه چی روز شیره شده داره آجیل میخوره، شیرینی میخوره، میوه گذاشته بود راحت داشت میخورد. بعد اومد یه کمی نگام کرد و برگش گفت که قلمز شکری توی؟ گفتم بله. گفت که تو درخواست داده بودی درست همون حرفی که خودش به من زد، تو درخواست داده بودی ما رو ببینی؟ گفتم نه، من چنین درخواستی برای کسی ندادم. من فقط گفتم یک کاغذ قلم به من بدین برای مسئول رجایی میخوام چیز بنویسم. گفت چقدر آدم پر روی هستی. اولین چک رو داد زد تو گوشم، دستشم خیلی سنگین بود.
بعد گفت که من همین حالا کاغذ قلم میذارم جلوت، تو باید بنویسی که کی تو رو فرستاده توی ارتش آزادی بخش برای جاسوسی. های شکر ببخشید، شما دو بار تا حالا صحبت از به اصطلاح توگوشی و سیلی و اون اولی شما گفتید، گفتن خواهر فلانی شما رو میخواد، وقتی رفتید اونجا اون خواهره به شما زد سیلی نه رو؟ نه آه، یه نفر نشسته بود اونجا برای باقی. ببخشید، بله از اطلاعاتی هاشون همونجا نشسته بود. آها، اسمش یادم رفته، والا اگه یادم بود میگفتم. چهرش تو ذهنم هست، چهرش کاملا تو ذهنم، ولی اسمش یادم رفته. اون اولی که یه چک خوردیم، ولی پیش محمود قائم شهر دیگه حسابی کلکمو کندم. با پوتین انقدر میذاشت تو ساق پام، چون ساق پا نقطه حساسیه که به شدت درد میکنه، دیگه به جای رسید بودم خونمالی شد این پا. همون شب اول خونمالی کرد، صورتم که یه مقدار باد کرد، هم با لگد میزد به ساق پام، هم با چک میزد تو گوشم و تو صورتم، که صورت خیلی سریع باد میکنه. هرچی میگفت بنویس، میگفتم من چیزی ندارم بنویسم، من کاری نکردم. یه جا برگشت گفت بابا جان این رفت بیرون، محمود قایمشه رفت بیرون، این مسعود اومد. مسعود اومد برگشت به من گفت که نگاه کن، اینا میذارن از زیر تانک با شلی میرن رو دا. گفتم من دیگه چیزی برای دست دادن ندارم، اگه انتخاب نمیکردم خب نمیومدم تو شما، از هم اول میرفتم دنبال زندگی خودم. انقدر به دوستانی که ممکنه تو مجاهدین ممکنه تانک و شنیر ندونن، اون چرخای، چون تانک چرخ نداره، یه چیزایی مثل زنجیر اون میاد میچرخه، اونو میگن بله آهنا رو. پس در سازمان مجاهدین تنبیهات بدنی یه چیز معمول بوده. یعنی یه سوالی از شما دارم، هیچ وقت فکر کردید که شما ممکنه بتونید اینا رو به عنوان شکنجه جسمی شکایت کنید توی اونجا؟ نمیدونم الان که اینا تو آلبانی هستن، وکیلایی هستن که حاضر بشن برن دنبال اینها؟ چون توی آمریکا دو سه تا چی هست که شامل مرور زمان نمیشه. مثلا یه نفر اگه پولی از من دزدیده باشه، دو سال سه سال که میگذره من دیگه اجازه ندارم، یعنی دیگه نمیتونم شکایتش بکنم، میگن زمان شامل شده و گذشته. ولی یه چیزایی هست، قتل و نمیدونم تجاوز و شکنجه و اینها، میگن زمان شاملش نمیشه یا مرور زمان شاملش نمیشه. هیچ وقت فکر کردیم با دوستان دیگه ای که تنبیه شدن، حمله بهشون شده، برید دنبال این که شکایت کنید، مثلا اسم این افراد رو که میدونید یا قیافه ها رو که میشناسید؟ هیچ وقت به این فکر بودید تا حالا؟ والا تا حالا به فکر این نبودیم، به دلیل این که مثلا من خودم، خب الان من تو آلبانی هم، مجاهدینم توی آلبانی هم. من آدمی هم که نه پولی دارم نه ثروتی دارم نه چیزی ندارم، مجاهدی مثل آب خوردن، الان همه رو خریدم به راحتی، هر کاری بخوای بکنی با پول مسئلهشون حله. خب من اگه چندین نفر باشیم مثل خودم شکنجه شده، نمیدونم زجر کشیده توی اون زندان با هم بودیم، خب خیلی ها بودن، ولی متاسفانه اونا اینجا نیستن، من خودم تک تنهام. چند نفر باشیم آقا شهادته، چند نفر دارن شهادت میدن، این وضعیت ما اینجوریه، به این نقطه کشیده شدیم دیگه، به جایی کشیده شده بودیم اونجا که حرفایی که میزدن به قول خودشون انقلاب خواهر مریمشون، حرفایی میزدن مثلا خودم شهر میکردم، مثلا نقیرانی یک حرفایی به ما میزد، یه چیزایی میگفت، یه چوبم گرفته بود دستش، هر از گاهی میزد ساق پای من، بازجوی بعدیمون میزد، بعد میگفت اینو فلان میکنم. اصلا ما تو جامعه عادی چنین چیزی به کسی نمیگفتیم اون دوران، همین حالاش هم مثلا ما با خیلی ها حرف میزنیم، خب اگه دعوامون میشه حتی با همین آلبانی دعوامون میشه، حرف رکیق از درمون در نمیاد، حرف بدی از درمون در نمیاد، میشینیم مسلمان روز حرفامون میزنیم. ولی اینکه اون توی اون وضعیت توی اون شرایط این چیزایی که میگفت اصلا واقعا شرم‌آور بود. بله، یعنی میخوام بگم مسائلی اونجا پیش میومد برامون، موضوعاتی برامون پیش میومد که خودمون دیگه
به نقطه میرسید میگید خدایا مرگ رو به ما بده. دوستان این حد عکس بودیم. یکی دو تا عکس از شما فرستادن موقعی که در ارتش بودید، اگه لطف کنید یه بار دیگه بگین در کدوم پادگان و اینها بودید، در ایران یا در چه قسمتی از ارتش بودید. من این عکس رو دارم نشون میدم که نشستید روی بازوی چپتون یه چیزی مثل کدوم لشکر یا کدوم تیپ بودید شما توی ایران؟ من توی ایران لشکر 23 نوحه کلا سبزا بودم. آها. تو تیپ دو گردان 137 گرهان دوم. پس بذار برای دوستان بگیم اینجا میگن گرین بیر کلا سبزا و اینها توی دنیا معروفن، یعنی نیروهای مخصوص هستن. در هر صورت من واقعا فکر میکنم که شما با چه دل و جرأتی تصمیم گرفتید که ارتش رو ول کنید و برید. شما گفتید یکی از دوستانتون اونم با شما اومد و ماند، یا فقط شما رو تشویق کرد که بریم خبری نیست میتونیم برگردیم، اون چی شد؟ دو تا دوستای ما هم که اومدن هر دوشون الان هر دوشون تو سوئدن. بله. زن و بچه خودشون هم اونا چون رفتن اردوگاه هله، 9 ماه بعدش اونا کمیساریا و سازمان ملل موضوع پناهندگیشون رو درست کرد، رفتن سوئد. الان تو سوئد دارن زندگی میکنن. خب اونا سرنوشت بهتری یا زودتر از شما به آزادی رسیدن. آقای ایرانی میگه که آقای شکری من بسیار متأثر شدم از ستمی که بر شما روا داشتند. در مخیلم نمی گنجد که در سازمانی که خودش را حامی آزادی و مخالف شکنجه می داند، در درون خودش کسانی را به زیر شکنجه بکشد و کسی هم خبردار نشود. این واقعا دردناک است و شما حق دارید که شهادت بدهید و در دادگاه شکایت کنید. این موارد و جنایات حتما تا به حال به گوش کسی نرسیده است. در صورت منم فکر میکنم که یک سازمانی، یک به اصطلاح قسمتی از یونایتد نیشن یا همون سازمان ملل باید بیاد رسیدگی کنه به سازمانهایی که تبدیل شدن به فرقه و اشکالهایی که درون اینها هست. حالا این شکنجه یه قسمتشه، بعد میاد به اون تجاوزا و به اصطلاح چیزایی که میبینیم با زنها چه کار کردن، عملهای جراحی انجام دادن و اینها. اونا رو دوستان دیگه هم قبلا صحبت کردن، بازم در این مورد صحبت میکنیم. بازم ممنونم، من ساکت میشم، شما بفرمایید. من این عکسارم که دوستان فرستادن تشکر میکنم و حتی صفحه ای از چیز هم راجع به مجله اشپیگل نوشتن که دوستانم اینجا سوال میکنن، اون رو هم در موردش صحبت میکنیم. بفرمایید ما با شما هستیم. هاشیگر، ما در حقیقت طی مدتی که اونجا بودیم صحنه‌های زیادی دیدیم، صحنه‌های دلخراش زیادی دیدیم. همین حالاش هم که میگم واقعا من خودم اصلا یه جوری میشم، چون که چه بلاهایی به سر ما نیومد توی اون چند ماه زندان خود فرقه. واقعا هم فرقن، ما از یک دید دیگه وارد این فرقه شده بودیم، ولی بعدها فهمیدیم که نه، اونی که این همه آب و تاب میکنه برای مردم ایران، این همه دل به دریا میزنه، نمیدونم برای خودش حرفایی میزنه که دل همه رو به دست بیاره، نه چنین خبری نیست، چنین کسی نیست. آواز دهل شنیدن از دور خوش است. اینجور شما میگین ما هنوز تو سال 1173 هستیم. دوستان میپرسن که آیا واقعا یا عملا سازمان در مورد کسانی که زندانی کرده بود موردی هم بود که سر به نیست شوند؟ البته آقای رزاقی قبلا گفتن که خود ایشون شاهد بودن که کسی در زندانهای اونجا از بین رفته به دلیل نرسیدن. شما چی؟ شما به اصطلاح بوده مواردی که دیده باشید یا شاهد باشید بفهم. عرضم به حضورتون، ما بودن 3 ماه 3 ماه و نیم بود اونجا بودم، خودم زیر ضرب و شتم اینا خیلی بودم. 2 هفته‌ای بود منو سر پا نگه می‌داشتم، یعنی به جایی رسیده بود که پاهام تا زیر زانوم سیاه شده بود. تک تنهایم بودم، به قول خودشون میگودن رژیم سلول انفرادی داره، اینه ما رو انداختون تو سلول انفرادی. تک تنها، هر شبم اذیت و آزار، میمد محکم میزد به در. خب ما تا زندان نیده بودیم، چین چیزی نیده بودیم، همش هم
ترس دلهوره. اون روزایی که من پام خیلی خیلی درد میکرد، این نقیرانی اومد به من گفت که میخوام ببریمت با حمزه رحیمی روبرود بکنیم که تو منکر میشی که نه از طرف وزارت اطلاعات نیومدی، ولی اون همه چی رو داره به ما میگه که تو از کجا اومدی، از استان کرمانشاه تو رو اعزام کردن، اومدی تو رمادی با این دوست شدی، اینم از استان ایلام اومده، شما دوتا با هم دوست شدین، بعد بهتون مأموریت دادن برای قتل رهبری، یعنی توی اشرف رهبری رو بکشین در بدین. بعد من بهش خندیدم، گفت به چی میخندی؟ یه چکم به هم زد، گفت به چی میخندی؟ گفتم نگاه کن، مثل که بچه رو میخوای گول بزنی یه همچین چیزی میگی، هیچ مشکلی نیست، من با حمزه روبرو میشم، هیچ حرفی نیست در این، ما رو ببر روبرو کن، من حرفامو میزنم، اونم حرفاشو بزنم، بیرم یا من درست، یا من راست میگم یا اون راست میگه، یا شما راست میگی. دوباره یکی دیگه پس گردنی به من محکم زد، ولی گردنم خیلی درد گرفت. گفتن باشه، خلاص ما رو بردن با حمزه رو برو کرد، من رو گذاشتن این وره میز، حمزه رو گذاشتن اون ور، بعد حمزه سر حال هیچ مشکلی نداشت، منم خب کتک زیادی خوردم، ساق پاهم وحشتناک درد میکرد، بعد به حمزه گفتن تو حرف بزن، بعد من گفتن تو سکوت میکنی هیچی نمیگی، بعد حمزه شروع کرد به حرف زدن یه سری چیزا، گفت گفتم مثلا به خودم گفتم اینا واقعیت نداره، این بدبخت بیچاره خب اینا از استان ایلام اومده، اونم اتفاقا درجه دار ژاندارمری بود، خودم میام استان ایلام اومده بدبخت بیچاره، معلومه چی به خوردش دادن که داره اینجوری حرف میزنه. بعد من داشتم با یه جور غضبی نگاهش میکردم، لحظه آخر حمزه یه چشمکی به من زد، بعد فهمیدم بابا همش داره همه دروغه دیگه، خلاص منو گرفتن بردن نقیرانی، چند تا لگد به حمزه داشته من انداختن تو سلول خودم و حمزه رو بردن، دیگه من خبری از این حمزه نداشتم، هیچ خبر ازش خبر نداشتم، فقط اون شبی که منو بردن انداختن تو چیز، فردا صبح دیدم یه بدو بدویی شده، چون که هر وقت خبر میشه بدو بدو سر این ماشین روشن کردن میرفتم، من اتاقم یه جایی بود، این سلول منو یه جایی گذاشته بودن که دم در بود، ولی هیچی دیده نمیشد بیرون، فقط از صدا تشخیص میدادم که چه خبره، گفتم حتما یه شلوغ قلوغی شده، یه چیزی، یا یکی در رفته، یه چیزی هست که اینا دارن میرن. خلاص اونجا که من بودم بهم گفتن باید بری پادو بگیری زیر آب گرم، گفتم آخه برای چی؟ گفتن نه باید آب گرم دیگه، شروع کردن چی دیدن هیچی از من در نیوردن، یکی دوتا بودن اونا رو آورده بودن، اسمشون یادم نیست ولی چهره هاشون یادمه، اونا رو آوردن، آره برو دوش بگیر بدنت خیلی بو گرفته فلان، گفتم آب سرد سرد، رفتن آب گرم کن روشن کردن، صابون آوردن، تیغ آوردن، تا قبلش این کارا رو این کردن، ما رو بر دیگه، به من گفتن برو، منم رفتم آب رو دیدم، آب گرم شد، یه دوش گرفتم، پاهم رو ماساژ دادم چیز کنم، ولی پاهم خوب نشد، من نگه داشتن تا موقعی که دیگه خون از پاهم اومده بود پایین، رسیده به مچ پا که دیگه جوراب میپوشیدم دیده نمیشد، رفتن جوراب نو آوردن دادن به هم، بیا این جوراب رو بپوش، این لباسا رو بپوش، این لباسا رو بنداز و دیگه بو میده فلان میده، دیگه دوباره شروع کردن همون مهربانی کردن، جریان همون خاله خرسه، آره ما فهمیدیم چیه فلانه، تو آدم خوبی هستی، و تا وضعیت پام یه کمی بهتر شد یه سه هفته طول کشید دیگه، بعدش من از جا بردن، کجا بردن؟ همون قلعه. من وقتی که رفتم قلعه دیدم یه تعداد از آدم ها نیستن، بعد جرأت هم نمی کردیم از کسی سوال بکنیم، یعنی تو خودمون بگیم مثلا فلانی کجا رفت چی شد، دیگه به جای رسیده بودیم همه رو گذاشتن چی مامور هم دیگه، این برامون بزنه، اون برامون بزنه، این بیاد بگه فلانی داره اینو میگه، اون داره اونو میگه، داستانا زیاد داشتیم تو اون اتاقا، تا اینکه دیگه همه یکی یکی رفتن و من مونده بودم. یه سوالی، این خوشرفتاری و نمیدونم بیا برو دوش بگیر و اینا برای چی بود؟ برای که فهمیده بودن اونا اشتباه کردن یا اون طرف گفته بود من دروغ میگم؟ چی شد که با شما خوش رفتاری کردم؟ نه، این بحثشون این بود که منو از این وضعیت در بیارن. آها. یعنی همون دروغ، آدمای دروغ هستن پیش من، پشت سر یه چیز میگن، میان رو یه چیز دیگه هستن. بله. بس
سر این نبود که مثلا آره حمزه رحیمی فلان چیزو گفته اون قصر اونه تو بیگناه. حالا از اون خبری دارید اون چرا این چیزا رو گفته بود آقای حمزه رحیمی؟ اونم از ترس. حمزه رحیمی از ترسش کاملا یه حرفای زده بود، یه سری نوشته. حالا ببخشید اینجوری که شما میگید این سازمان بیشتر به دیوونه خونه شبیه، یعنی یه سازمانی اعضای خودش رو تحت فشار قرار بده که بیاد دروغ بگه، برای یکی دیگه دو نفر شکنجه بدن، دو نفر مسئول شکنجه دادن باشن، اینا خودشونو گذاشتن سر کار. بذارید ببینیم دوستان چی میگن. آقای بله، آقای خورسندی از کانادا میگه تمام گروه هایی که کمپ دارن داخل کمپ شکنجه هم هست، حتی قتل هم هست. و آقای ایرانی نوشتن که آقای شکری میگوین تعدادی هم در بین شما بودن که از زندانهای رژیم آمده بودن و شکنجه هم شده بودن، آیا این موضوع نیست صحت دارد که این افراد را هم مورد شکنجه قرار دادن و مارک نفوذی و مزدور به اونها زده بودن؟ بفهم الله. یکی از همین خانواده ها رو فقط من میگم، یکی از همین خانواده ها خانواده رحیمی ها بودن که خواهرش فرامرز رحیمی که برادر بزرگترشون بود و خسرو رحیمی، این ستا رو آورده بودن. حالا اینا از کی اومدن؟ فرامرز که زندانی سیاسی بود کرمانشاه، خودش برای من تعریف کرده بود. خواهرش هم به نظرم همینجوری بوده، ولی این خسرو چون کوچیکتر از همشون بود این سال همون 68-67 این حدود آمده بود. حالا این ستا رو گرفته بودن آورده بودن. به خدا قسم حالا اون نفراتی که اونجا بودن چندین نفر، حالا اسم نمیارم، چندین نفر اون تو بودن دیگه، الان یه تعدادم هنوز اون تو هن که تو اون زندان ها بودن، چون که اسم اونا یادمه، اسم نمیارم که اونا رو اذیت نکنم. فرامرز رحیمی رو که شب بردن صبح آوردنش، خدا سر شاهده مثل زغال شده بود، انقدر اینو زدن صورتش باد کرده بود، هممون ترسیدیم، چشا بیرون زده سیاه. فرامرز خب آدم سفید رویه، کلش هم باد کرده بود دیگه، ببین چه چجوری زده بودن اینا. اون خسرو هم میبردن هر دوی یک کتککاریش میکردن میابردنش. خسرو مثلا یه روز دو روز بیشتر پیش ما نبود، جداش کردن کلا برن. خسرو آدم شهری بود، ولی بعد دیگه خسرو چی شد؟ کلن آدمی شد که اصلا نمیتونستی باش حرف بزنی، انقدر تو سکوت بود، افسردگی تمام، هرچی هم بهش میگفتن اصلا انگار که نه انگار زندگی برای کسی نداشته بودن اینا. من خودم وقتی که این بلا به سرم اومد دو سال تمام تو سکوت بودم، دو سال تمام جرأت نمیکردم پیش کسی حرف بزنم. طی مدتی که حالا بحث و چیز نکنم، من که تک تنها مونده بودم حدودن بعد از عید بود، بعد از عید فروردین نظرم تموم شده بود، تو اسفند ماه بودیم دیگه، من تنها بودم، اومدن برام چیز آوردن، ماهی آوردن و برنج آوردن و نوشابه آوردن و خیلی زیادم بود، و گفتن بشین بخور بشین بخور، این گفتن کسی نیست تک تناس، بشین خودت بخور، یکم سرحال شی فلان شی، پاهاتو بگی بالا، این خون پات چیز بشه، این خون اومده تو پات. گفتم بابا ساق پام داره اذیت میکنه، خون مال ساق پامه، احتمالا استخون شکسته یا تلک چیزی برداشته که این میترسم عفونت بکنه، ولی پام همینجور یه مقدار باد کرده بود اونجایی که زده بودن. خلاصه ما این مدت که گذشت هیچ کس نبود، خودم تک تنها بودم، ولی اتاق کناری 3-4 تا دختر بودن، برای اونها هم مستمر غذا می آوردن. بعد دیگه برخورداشون هم با اونها ملایم شده بود، آره دخترم چیزی نمیخوای، اگه چیزی نیاز داشتی بگو تا برات بیارم، فلان چیز میخوای، اینم غذا کم نیست، چی کم نیست. نه به اون روی که اونا داشتن توی اون کتیبه، که واقعا من وقتی که تو انفرادی بودم صدای جیغ اینا رو میشنیدم، کتک میزدن اینا رو یا شکنجه میکردن، من اصلا دیوونه میشدم، تو تحمل صدا نداشتم، در گوشم محکم میبستم که هیچ صدایی نشنوم.
ولی انقدر رو به وحشت تو درونم بود، مثل بیت به خودم میلرزیدم اون تو، میگفتم خدای ما چیکار کردیم بعد از 5 سال این همه کار برای اینا کردیم، 5 سال جوانیمونو گذاشتیم، تمام خودمونو داغون کردیم سر این زرهی، سر این چیز، این کلاسو بذار، اون کلاسو بذار، این همه کار براشون بود، بعد این بلا رو به سر ما بیارن. خلاصه با دختره هم برخوردشون اینجوری بود. بعد دیدم نه، یواش یواش داره یه اتفاقی جدید میفته، که یه روز یه دفعه منو صدا کردن، گفتن که بیا کارت داریم. گفتم باشه. گفت برگرد. برگشتم رو چشم رو بودم، خودی که چرا رو چشم رو ببندیم؟ گفتن نه، باید رو چشم تو ببندیم. گفتم باشه. رو چشم رو بستن، سوار ماشینم کردن. عدد این یه سوراخ داشت، اتون نگاه کردم دارن ما رو میبرن به سمت خیابون 400. رفتیم اونجا، از اونجا حرکت کرد، یه جایی وایستاد، 3-4 دست لباس از زیر چادر ماشین انداختن تو. حالا کیا اون تو بودن؟ یکی من بودم، یکی خدا رحمتش کنه، یکی از دوستان بود، بچه شیراز بود، خیلی بچه تاپی بود، این توی کنجانچم یه عملیاتی رفته بودن، اینا غرق شد، سیل اومد، یه دفعه بارون شدیدی گرفت، سیل اومد، این داشته از آب رد می‌شده که آب بردش، این غرق شد دیگه، سرنوش نفهمیدیم چی شد. اونم با من بود و هی گریه میکرد. گفتم چیه بابا چرا اینقدر گریه میکنی؟ چیزی نیست، دارم میبرم اون یه جای خیلی خوبی حتما. گفت مطمئنی؟ گفتم آره. خلاصه 3 نفر، اون یکی دقیق یادم نیست، نمیدونم محمد تقی آبخضر بود کی بود، چون محمد تقی هم با ما بود که الان توی آلمانه. بعد ما رو بردن دیدیم رفت در اشرف. گفتم بچه داره میره در اشرف. گفت جدی؟ گفتم بالا. ما رو برد در اشرف، از در اشرف رفت بیرون، گفتم داره میره سمت بغداد. گفت چجوری میدونی؟ گفتم بابا داره میره. گفت میبرن تحویل استخبارات میدن. چیکار میکنن؟ گفتم نه، این لباس ها رو که انداختن این تو مطمئن باش یه خبری هست. استخبارات اداره اطلاعات عراق رو میگن استخبارات. بله بله. که برگشت دیدم خیلی ناراحتی میکنه. گفتم بابا اگه این لباس ها رو نمیداخت ماشین، با همون وضعیت قبلی ما رو میبردن تحویل استخبارات میدن، حتما یه خبری هست. خلاصه ما 2 ساعت بعدش رسیدیم، دیدیم بعد توی قرارگاه بعدی که میخور به پارسیان ما رو بردن اونجا، چون که من اونجا رفته بودم. رفتیم اونجا، ما رو سریع از ماشین پیاده کردن و تون تون کردن اون توی این اتاق، این اتاقی که خودشون به قول معروف یه بار مصرف های هست که درست مقرد اسمشون یادم نیست، پیش ساخته ها. بله. ما رو کردن تو اونا و خیلی گرم هم بود هوا. رفتیم اونجا نشستیم و بعد اومدن لباس ها رو بهمون گفتن این لباس ها رو اتو بزنیم فلان بکنیم. بعد غذا برامون آوردن و گفت چیزی نمیخوام. من گفتم بودم من سیگار ندارم، اگه میشه سیگارم بهم بدین. رفت سیگار آورد و کم فانوسخا آورد، گفتم این لباس ها گشاد، رفت لباس بهتری برام آورد. حالا از دباسم لباس ها اتو کردیم و بعد همه دیگه داشتن میخندیدن. گفتن چه خبر؟ گفتم هیچ، من شک نکن ما رو میبرن پیش رهبری. گفت جدی می؟ گفتم والا. ما بودن 2 روز بود اونجا بودیم، روز سوم ما رو بردن پیش خود مسعود توی یه سالن، همه نشسته بودن، بودن ما 13-14 یا 15 نفری میشدیم، یه تعداد هم خب از این دخترها اونور نشسته بودن، معلوم بود چند تا از اونهایی که بوده تو اون زندان بودن اون وسط مسطح اونها که ما نمیتونستیم نگاه بکنیم، یعنی من خودم نگاه نمی کردم چون بحث حریم حرمت و اینجور شده تو ذهنم بود، اصلا نگاه اونا نمی کردم. بله، ما شنیدیم که در سازمان گفتن چشم رو چشم نباید نگاه کنی، یا با زمین رو نگاه کنی، یا آسمون رو نگاه کنی. در سازمان خانم زهرا معینی ممنونم از آلمان نوشتن اون چیزی که شما میگید اسمش بنگال بود، اون چیزای پیش ساخته بود، نمیدونم. بله بنگالا. بنگال بود. بعد آقای مانی خورسندی از کانادا میپرسن که در اشرف یه عده‌ای با دست‌های بسته کشته شده بودن، آیا شما میدانید که کار کی بود؟ کار سازمان بود یا کار عراقی ها؟
اون موضوع به نظرم برمیگرده به ده شهریور، موضوع ده شهریوره، ده شهریور 96 که به اونم میپردازیم. بله. ما بعد از 3 روزی که ما رو بردن پیش مسعود نشستیم و طبق معمول همه سکوت سر پایین، یه دفعه مسعود اومد تو و یه کمی نگاه کرد و این چه وضعشه، این چه چیزی در آوردین شما، با سازمان چرا این کارو میکنین، چرا صادق نیستین، چرا رو راست نیستین با سازمان. ما هنوز زیر چشم داشتیم نگاهش میکردیم که واقعا میگم من هر جایی تو چش این نگاه میکردم، تو چش مسعود نگاه میکردم، همیشه احساس میکردم با یه دوگانگی داره با ما حرف میزنه. همیشه احساسم این بود، میگفتم چرا همچین چیزی میگه، مگه ما گناهکاریم؟ ما چه گناهی کردیم که اومدیم به قول خودشون انتخاب کردید شما؟ ما خودمون انتخاب نکردیم، انتخاب آگاهانه اونیه که مثلا جوانیه که واقعا سالان تو سیاسته، همه چی رو خوب میفهمه، وارد این موضوع میشه، ولی من اینکه نمیدونستم سیاست چیه، مبارزه چیه، جنگ نمیدونم مسلحانه چیه. آره جنگ مسلحانه تو ارتش بودم میفهمیدم، جنگ رو در رو با دشمن خیلی واضح بود برام، ولی که این تعریفی که این داشت من چنین چیزی تو ذهنم نبود. ما نشستیم شروع کرد صحبت کردن، یعنی اینکه تمام مقصر شماهاییم که سازمان این کار انجام داده، شما بودین که سازمان رو وادار کردین که همه رو صدا بزنه بندازه تو زندان، اینجوری ما بیایم برای شما نشست بزنیم معذرت خواهی بکنیم. هیچ معذرت خواهی هم نکردم دیگه، انتقاد وارده، فقط یه نکته گفتی شخص یادم نمیره، یکی بلند شد گفت آره من شب و روز خواب نداشتم، همش با لنگ دمپایی، همین که میخوابیدم لنگ دمپایی رو پر میکردم میزدن تو سرم، نمیدونم آب میریختن رو. بعد آخرش برگشت گفت کاش که اون لنگ دمپایی رو من میخوردم. به خدا قسم این صحنه هیچ وقت یادم نمیره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما دلمون بسوزه. آی رهبری، تو رو خدا رهبری همچین چیزی؟ خلاصه نشستیم صحبت کردیم، یه دفعه این وسط یکی از این خانوما بلند شد، از این خواهره مجاهد بلند شد شروع کرد به داد آوار کردن، چرا این سازمان این کار کردین، شما چرا تو این به رهبری کردین شما. بعد من یه دفعه آروم از سر جام بلند شدم بودم میبخشید، خواهش میکنم شما بشینین سر جاتون، صاحب اله خودش اینجا وایستاده، خواهشن بذارین صاحب اله حرفشو بزنه، شما هیچی نگی بجز این که خراب بشه هیچی خوب نمیشه. بعد یه دفعه مسعود برگشت گفت که راست میگه، فعلا کسی چیزی نگه. شروع کرد به صحبت کردن و یکی یکی خب تو چی کاره بودی؟ این اینو گفت. تو چی کاره بودی؟ اون اونو گفت. رسید به یکی از نفرات که الان اونم تو مناسباته، توی همون فرقه است الان، نمیدونم چرا مونده، واقعا اصلا یه جوری میشم وقتی که یادم میفته. برگشت گفت که من یه بسیجی بودم، توی جبهه بودم، اگه شما میگین من مزدورم، من فلانم، این همه براتون رفتم عملیات کردم، واقعا هم عملیات کرده بودم، رفته بود داخل برگشته بود عملیات مرزی کرده بود، من میرم همون بسیجیمو میمونم و فلان میکنم، چیکار میکنم. بعد برگشت گفت که به همین سادگی هم نیست. خود مسعود گفت تو الان یکم به هم ریخته ای، نمیتونی تصمیم درست بگیری، باشه هر قبلا هر چی بودی تموم شده دیگه، تموم شد، چرا الان اینجوری هستی؟ ببین چجوری داره موضوع رو میچرخونه. برگشت گفت تو قبلا بودی، اگه قبلا بود چرا آوردی بدبختش کردی؟ چرا آوردی این همه کتک، این همه بدبختی، این همه فحش و فضیحت، این همه شکنجه، همه حالت روانی پیدا کردن؟ واقعا میگم من تا مدت ها اصلا یه جوری بودم، کسی جرأت نمی‌کرد با من حرف بزنه. تموم شد، یه دفعه من صدا کرد گفت غلامرضا شکری. گفتم بله. گفت تو چیکاره بودی؟ گفتم من ارتشی بودم.
گفت که این چیزی که اینجا نوشتن تو قبول داری؟ گفتم من چیزی ندیدم که کسی نشونم بده، نوشته نشونم بده که من قبول داشته باشم. گفت پاشو بیا اینجا. من پاشدم رفتم پیش خودش، همینجوری که نشسته بود به فرض بگیر نعوذ بالله من مسعودم، میام و میسم اینجا این کنار. اونم عذابه شیطان دارم میگم، ببین چه شیطانیه. اومد وایسادم کنارش، تا وایسادم کنارش بلا فاصله نفری که حفاظتش بود دست، دو تا دست من از پشت گرفت، دو تا دست من سری برد از پشت، دو تا دستم گرفت که من کاری نکنم. اون خودش صدا گردان، بعد این دو تا دست من رو میگم میخوام کسی رو خفه بکنم اینجا. بعد گفت این نوشته ها رو بخون، خط حمزه رحیمی بود. گفتم نه هیچ کدومش رو قبول ندارم، حمزه رحیمی هم اشتباه کرده نوشته، از ترسش اینو نوشته، حتما تهدید شده. من از مرد ترسی ندارم، اگه از مرد ترس داشتم هیچ وقت تو مرزهای ایران بر نمیگشتم برم تو مرز ایران رو برگردم. بعد یکم نگاه کرد گفت قبول نداری؟ گفتم نه قبول. گفت برو بشین. رفتم نشستم سر جام. خلاصه این ریل یکی یکی ادامه پیدا کرد تا همه بجز زنا، زنا هیچ کدومشون حرف نزدن، فقط ماها چیز کردیم، چون نمیخواست بفهمه که کیا اون زنا، کیا اون وسطن که اونا چیز، حتما نشست جداگونه داشتن برای اونا. خلاصه ما هم داشتیم که صحبت میکردیم، یه ترانه گذاشت، یه ترانه از همیرا گذاشت برامون. چی؟ ترانهش اگه یادم باشه. کی؟ آقای رجایی براتون ترانه گذاشت؟ آره یه ترانه برامون گذاشت از هایده اگه یادم باشه، چون مشکل ها شود آسان. نمیدونم یه همچین ترانه داره، نه مال هایده است، محسی همیراست کیه، یک همچین ترانه داره. اون ترانه رو برامون گذاشت. خلاصه بعد که ترانه تموم شد و گفت خب همه چی تموم شد به خیر و خوشی، ما دوباره شما رو برمیگردونیم به محلاتون، هر کی دوست داشت میتونه بره تو مقر دیگه، بره توی یه جای دیگه که کسی نفهمه، ولی چند تا شرط گذاشت. شرط اول این که هیچ کس نباید با خبر بشه شما کجا بودید، پیش هیچ کس هیچ حرفی سر این مدت نمیزنیم، اگه گفتن اگه چیزی شد عملیات بودیم، عملیات داخله بودیم. حالا اینو گفتم یاد یه چیزی افتادم، پروسه ای که میخواستن آدم ها رو بکشن ببرن زندان، باید از اول پروسه میگفتم. با فریبکاری تمام سازمان این کار کرد. حالا اونایی که تو سازمانن اگه رو خط باشن یادشونه، سال 73 یک پروژه آوردن به اسم پروژه چی؟ داخله. کسایی که میخوان فامیلاشون، خواهرش، برادرش، فامیل نزدیکشو، پسر عمو، پسر خاله اینا میخواد بیاره تو سازمان، فرم پر کنه که ما پیک بفرستیم برن دنبالشون بیارن. اگه پولی چیزی هم خانواده داره از طرف شما نامه بدین که این پولا رو بگیرن بیارن. خلاصه هر کی دوست این فرما رو پر، همه پر کردن. از دو هفته بعدش یا یه هفته بعدش این زندان سازی شروع شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا جان اگه نفرات ناپدید شدن تو مقرات، اینا رب خودشون داوطلب بودن که برن برای عملیات داخله، برن فامیلاشون رو بیارن. ببین با چه حق بازی و کلاشی این کارو کرد. آقای شکری من از شما عذر میخوام، چون قراره با آقای حیرانی هم صحبت کنیم و من واقعا نمیدونم که قرار شما دوستان چند دقیقه هست، از خودتون خواهش میکنم که را به اصطلاح با هم صحبت کنید، ولی سوالات بسیار اینجا هست. اولا ممنونم که خانم رایا صادقی نوشتن که اون آهنگی که شما میگید اینه، در این مجلس که درویشان بسی دزدان ره هستن که میمانن به درویشان، یه همچین چیزی. بعد آقای ایرانی میگه کشته شدن دست بسته ها مربوط به ده شهریور 90 است، در واقع تمام نفراتی
که رجبی میخواست از دستشون خلاص بشه رو گذاشت در اشرف و میدونست که همه کشته میشن. عمدن همین کار رو هم کرد. هنوز هم جزئیاتش معلوم نیست. این همون ماجرایی نبود که گفتن 7 نفر هم ناپدید شدن؟ بله، این همون ماجرای شهریور 96. اتفاقا من اون موقع حالا یا از روی نادانی یا از روی چیز میرفتم به اینا کمک میکردم، براشون فیلم برداری میکردم. در شهریور 95 95؟ نه الان اگه 97 باشیم، نه اون خیلی باید قدیمی تر باشه. 95 در شهریور 95. بله من یادمه که توی اون مجلس همون حمله ای که شده بود و اینها همه میپرسیدن که خب شما 100 نفر رو در اشرف نگه داشتید برای یه مش آهن پاره که هی میگید اینا رو میخوایم بفروشیم پولشو بیاریم، بعد شما که عکس میگیرید از ستلایت به اسرائیل میدید به آمریکا میدید، خبر ندارید پشت دیوارای اشرف یه چند تا با ماسک اومدن با اسلحه های خیلی اولیه شماها رو زدن و کشتن و اسیر گرفتین و هیچ وقت هم از اون 7 نفری که میگفتن اینا رو بردن من که خبری نشنیدم. بله نشد، هیچ خبری نشد. آها. و خودشونم همین حالم اصلا حرفی ازش نمیزنم. خب به نظر میاد که آقای مسعود رجوی شغل جدیدش دیجی هست، یعنی تو کار موزیک و اینا، چون آقای سهند فریاد آقای رزاقی هم میگه که رجوی این ترانه رو برای ما هم در جلسه دادگاه برای ما گذاشت در آن مجلس که درویشان و به اصطلاح خانم همیرا. و اما آقای علی شیرزاد نوشتن که زندانی کردن سال 73 تا آنجایی که بنده خبر دارم بین 500 تا 700 نفر را به بهانه شک امنیتی به زندان انداختن که بیشتر آنها نفرات قدیمی و زندانی در ایران بودند. سال 71 انقلاب و طلاق‌ها شروع شده بود و نفرات زیادی وارد نمی شدن و یا لنگ می زدن. از طرف دیگه سال 72 عملیات راه گشایی را انداخت که خیلی کشته داد که تا اول سال 73 طول کشید که شکست سنگین خورد و نتوانست کاری انجام بدهد. در این مدت نفرات زیادی رفتند و نارضایتی تشکیلاتی خیلی زیاد شده بود. به خاطر جلوگیری از رفتن و کنترل نفرات دست به زندانی سرکوب زد که توانست مقدار تشکیلات را کنترل کند. البته 8 سال زندان ابو غریب را هم وسط کشید. با 2 اهرم وارد شد، یعنی با زندانی در درون و ترسوندن زندان عراق، وگرنه جدا شده های زیادی روی دستش میگذاشت. من ممنونم، ببخشید که حرف شما رو قطع کردم. و من بازم فقط سر این نشسته یه نکته سر این نشست مسئول رجوی بگم که آخرین نکتهش بود، گفت که همین حالا هر کسی میخواد خودش تعیین تکلیف بکنه و حتی هم بره تو ارتش اونجا فکر بکنه میخواد بره، ولی ما به دلیل مسائل امنیتی خودمون و مشکلات خودمون نمیتونیم کسی رو بفرستیم. اگر میفرستیم بیرون تحویل دولت عراق میدیم. یعنی چی این موضوع؟ یعنی اینکه تحویل دولت عراق میدیم یعنی استخبارات رو کاره. این استخبارات یعنی تو رو سربه نیست میکنه. به تیزی کامل روشن بود برای من. یعنی اینکه من بگم میخوام برم بلا فاصله استخبارات جلو داره تحویل میدادن، سوخی هم نداشتن. کما اینکه مثلا از جلیل فامیلیش یادم رفت، جلیل اومد چند ماه هم توی مناسبات بود، توی این اشرف بود، بعد چی شد؟ جلیل ناپدید شده. الان خانوادش بچه کرماش هست، جلیل خانوادش در رده دنبال جلیلن، جلیل کجاست؟ نمیدونم. حالا بعد از تهدید و تطمیع این آقای رجوی که این همه برای ما روزه خوند و فلان کرده از این چیزا، دیگه ما رفتیم تو مغارات. تو مغارات هم که اصلا واقعا میگم وضعیت نابهنجاری ما داشتیم، مثلا نمیتونستیم با کسی حرف بزنیم، نمیتونستیم چیزی بگیم، همه چاششی ما رو میپاییدن که این چیکار میکنه. همه میفهمیدن بودن با رنگ رو سفید، من این که سبزم آفتاب داغ عراق میخور بهم سیاه میشدم، بعد با رنگ رو سفید و ترتمیز رفتیم تو مغارات. همه کجا بوده اینقدر سفیده؟ خب آدم ها که معذرت میخوام ببو نیستن که نفهمن ما کجا بودیم. حالا هی بیا سفید مالی بکن. کما این که
آی میرباقر صادقی که الان توی کشور سوئد یکی از دوستای نزدیک خودمه، همین چند وقت پیش چیزی نوشته بود، همون روزا من یادم میگو نگاه میکرد میگو کجا بودی، با لحجه ترکیه میگو کجا بودی، گفتم ولش کن، اصلا هیچی سری صحبت نمیکردم. آقای شکری، آقای رزاقی میگه که جلیل بزرگمهر در زیر شکنجه کشته شد. اگه منظورتون از جلیل بله. آقای بزرگمهر میگه در زیر شکنجه کشته بله. شد. بله، جلیل بزرگمهر. نه خب. این جلیل با خود من اومد توی مناسبات. بله. بردنش، ولی دو هفته بعدش تموم شد. بردن شکنجهش کردن، تموم شد. اجازه بدیم ما چند تا سوال رو بذاریم برای جلسات آینده، امیدواریم باز شما رو داشته باشیم. یکی از اونها ماجرای هم 1179 است، یکی سازمان به چه دروغ و دغل‌های خود رو آویزون می‌کرد که نفرات فرار نکنند. علی‌رغم همه این تهدیدات شما جدا شدید. اجازه بدیم اینو از شما بپرسم، چون شما دو تا مصاحبه، یعنی یه مصاحبه با تلویزیون کانال 4 و جدیداً هم یه مصاحبه با اشپیگل داشتید که بله. گویا این ماجرای اشپیگل دیگه سازمان مجاهدین رو روی صندلی داغی نشونده و یقه پاره کردن و اینها. اگه امکان داره این مقداری درباره این دوتا مصاحبه که احتمالا دو ماه قبل یه مصاحبه با کانال 4 انگلیس داشتید و بعد دو هفته پیش یه مصاحبه با اشپیگل، حتی یه روزنامه دیگه هم آمده گفته که سازمان مجاهدین با وجود که میگه ما عملیات نظامی نمی کنیم، ولی به افراد داره یاد میده که چگونه مثل داعش سر ببرن، چگونه با انگشت آدم ها رو کور کنن، یک حرکات اینجوری که این حرکات فقط از افرادی که مثل داعش، مثل القاعده فرقه‌ای هستن و کالت هستن و اینها سکت هستن برمیاد. شما نظرتون چیه؟ قبل از اون اجازه بدید من از خانم معینی تشکر کنم. ایشون نوشتن که روزنامه اشپیگل دو بار پرده از ماهیت فرقه رجعی برداشت که بد جوری فرقه را سوزان. یک بار زمانی که من از فرقه رجعی فرار کردم به پرده از چهره واقعی رجوی برداشتم و تمام کاسکوزه ها را شکستم. آن موقع به خاطر حفظ جان من پلیس تمام واقعیت را به روزنامه، اجازه بدید من اینو باز کنم، بله، تمام واقعیت را به روزنامه اشپیگل گفت، اما به خاطر امنیتی بودن مسئله از اینکه بخواد بگه این شخص خانم بوده یا آقا، اسمی نبرده بوده نگفته. خب بگید ببینیم که این ماجرای مصاحبه های شما چی بوده که اینجوری آتش بر جان اینها انداخته. والا ماجرای مصاحبه ما بر سر این بود که خب خبرنگاره اومدن دوبال دیدن خب وضعیت اون داخل، از نفرات قدیمی تر سوال بکنن وضعیت اون داخل چجوریه. من دو تا نکته فقط دست گذاشتم. نکته اولم این بود، گفتم در ظاهر این فرقه و این مجاهدین چه بالا چه پایینشون، از فرمانده هاشون منظورمه، یه روی کرد دارن، یک حرف دارن، ولی اون ورش یه حرف دیگه است. یعنی اینا دوگانه حرف میزنن. یک آدمی باشه که مثلا راحت با تو همه چی رو در برابر بهت بگه، نیستن. اینا دوگانن، به قول خودشون ناصادقن. چون این صادق و ناصادق و اینجور شده، صداقت اینجور شده تو مکتب رجویه دیگه، سلوهه مکتبش اگه صداقته، ما که صداقتی والا ندیدیم. من سالیان اون تو بودم، یک مدت یه پروسه چند ساله از فرمانده نیرویی بودم، سرویس تشکیلاتی من میرفتم، به خدا قسم جرئت نداشتیم یکی از بگیم مثلا فلان نفر فلان مشکل داره، بلا فاصله میشستن میذاشنش کنار، این احمقه، این فلانه. خب بابا جان نفر خودش اومده انتخاب کرده، به قول خودتون انتخاب کرده، اومده داره مبارزش رو میکنه دیگه، این چرت پرتا چیه پشت سر نفر میگی؟ بگذریم از اون. من نکته دوم به اشپیگل و خودمون خبرنگار انگلیسی، فقط همین موضوع سال 73، زندان سازی سال 73 رو گفتم. مجاهدین سر این سوختن تا دینش. به خاطر چی؟ بهتون اول گفتم آی سوروی، من از لحظه‌ای که پامو از اون
ما به قول معروف به قول خودشون تو اون مناسبات محور هشت بودیم، پامو از اون مقر محور هشت بیرون گذاشتم، لحظه به لحظهش یادمه، یادم نرفته، کلمه به کلمه حرفایی که بهم زدن، جاهایی که منو بردن، همش یادمه. تا همین من همین حرفا رو تمام این موضوع زندان سازی رو که برای شما گفتم اینجا برای اشپیگلم گفتم و نشون دادم های سوربی، هم پامو نشون دادم هم دستمو نشون دادم، متاسفانه پشتمو نشون ندادم، جای لگد این آقای مختار فامیلی شادم رفته، این مختار جای لگدش که سیاه شده هنوز هست، آنچنان لگدی گذاشت تو پشت من، رد سیاهیش این دیگه موند رو بدن من، درست رو همین گردن مونده، چون که من حواسم نبود، یه دعوای راه افتاده بود اون تو، اومد اولین لگد رو با پوتین گذاشت اینجای من، همینجور ردش سیاه سیاه شد، بعد دیگه الان همینجور ردش موند. خب میدونستم اینا رو نشون دادم، دستم من بهشون نشون بود، آقا من دستبند همین الان وقتی که دستم رو باز کنم یکی از انگشته کوچیکم باز نمیشه به خاطر دستبندایی که محکم تو دست من بستن، یعنی عصب خون به دستم، عصب دستای شما آسیب دیدن. اجازه بدید که از آقای کرمی هم تشکر کنم، ایشون میگن که این آقای سوربی اون زمان که فرقه رجوی جنایت ها رو انجام میداد، الان داعش داره اون کارهای فرقه رجوی رو کپی میکنه، یعنی کشتار و سوزاندن و شکنجه که الان داعش انجام میده فرقه رجوی در سالهای 1360 و 61 انجام میداد. ایشون همچنین اضافه کرده که سرویس تشکیلاتی، یعنی نشست هایی بود که فرمانده هایی که نیرو داشتن در نشست روزانه شرکت میکردن و گزارشی از وضعیت تشکیلاتی فرد را در این نشست به اصطلاح بیان میکردن. اون آقا هم میگن اسمش مختار یا مختات جنت صادقی است و مختار جنت زاده. آقای رزاقی میگن که آقای سوری گزارشگر اشپیگل واقعی گزارش کرده اما ناقص هست، اعضای فرقه رجوی در اردوگاه اشرف 3 آلبانی تمرین هایی میکنن که از گارد جمهوری صدام ملعون فدایان صدام آموزش دیدن، بارها مریم غجر به طور خاص یا فرماندهی شوهر سابق خود مهدی ابریشمی همچنان اعضا آموزش دیده برای کشتن را به پاریس آورد و به ما حمله کردند، از جمله آموزش ها شکستن گردن، خفه کردن، کشتن با ضربه به گلو و و و را کاملا آموزش دیدند، از جمله آخرین حمله تروریستشان را از اعضای فرقه رجایی به نام مهران کاکاوند برای ترور آقای منصور نظری بود در پاریس، و میگن بله اسم اون مختار جنت سرایی شکنجهگر و زندانبان رجوی بوده. و جالب اینه که اینجا یکی از دوستان صحبت خوبی رو پرسیده، میگه که بارها خود مسعود رجوی گفته اگر کاری انجام دادید و خواستید بفهمید این کار شما کارساز بوده به نتیجه رسیده یا نه، از عکس العمل دشمن یا طرف مقابل شما روبرو میشید. میگن که اینجا نوشتن اگر بخوایم حرف خود مرحوم رجوی را شاخص قرار بدهیم که دائم میگفت اگر اقدامی انجام دادید و میخواهید بسنجید که به هدف خورده است یا نه، از عکس العمل دشمنتان بسنجید که چقدر میسوزد و به شما تهاجم میکند، با این شاخص شما فکر میکنید که اینها چقدر سوختند؟ این آخرین سوال از شما، ولی امیدوارم شما رو در برنامه‌های آینده داشته باشیم. به نظر میرسه که شما هم سخنگوی خوبی هستید و هم داستان قصه های شما یا قصه های شما به اصطلاح احتیاج به چند برنامه داره. بفرمایید و ممنونم که حاضر شدید بیاین، چون شما گفتید وقتی که یکی شکنجه میشه میترسوننش، بعضی وقتا یکی دو سال طرف به خودش اجازه نمیده که صحبت کنه، حتی شما گفتید خود شما به اصطلاح دو سال گیج بودید و حاضر نبودید صحبت کنید و همیشه میپرسیدید که خب اینا چرا این بلا رو سر من میآوردن اینا، ولی ما ممنونیم که با شهامت شجاعت حاضر شدید بیاین این حاصل و تجربه زندگی تلخ خودتون رو با دیگران در میون بذارید تا اونها دچار چنین دام و چنین کلت و چنین کالت یا به اصطلاح فرقه ای نشن. من به نوبه خودم از شما ممنونم. بفرمایید. دست شما در نکنه از اینکه این برنامه رو گذاشتین که من بتونم یک بخش کوچیکی، یک بخش
کوچیک به اندازه سر سوزنی فقط من بگم از این جنایت این فرقه، ولی واقعیت امر همینه. میگن وقتی که یکی به واکنش میفته بس بفهم به خال زدی، به نقطه اصلی زدی که این همچین دریدگی میکنه. من خودم مصاحبه که خود نفرات سیاسی فرقه به نظرم اگه یادم باشه فرامرز بود، داشت سر من صحبت میکرد، داشتم کامل گوش میکردم، کامل همشه تو دل خودم بقا به یه چیز رسیدم و گفتم نگاه کن ببین، حتی این بدبخت فلک زده ای که آورده تو تلویزیون توی سیمای آزادی خودش به قول خودشون نمیدونه، نمیفهمه چی داره میگه. من بارها گفتم تو به اشپیگلم گفتم تو هر دادگاهی باشه، تو هر جایی دادگاه تشکیل بشه سر این موضوع زندانسازی و این شکنجه و این بدبختی که ما کشیدیم، من اولین نفری هم که بیام اونجا شهادت بدم. حالا میخواد سرنوشتم هر چی بشه، ولی باید حقو گرفت. من الان خیلی خیلی حرفا داشتم، خیلی صحبت های چیز دیگه داشتم، مثلا سر بحث خانواده. خب منم یکی از به قول خودشون یکی از نفرات جی اس سی بودم، جنگ سیاسی بودم که درگیر خانواده بودم، سر بحث مادرم، سر بحث خانواده که می اومدن. حالا بگذاریم این تو جلسات بعدی میشه چیز کرد، ولی واقعیت امرینه من به خال اصلی زدم با اشپیگل، به جایی زدم که مسعود و مریم قجر تا دینش دارن میسوزن، چون که بجز این که من واقعیت رو بگم هیچی نگفتم، تازه یک از هزار گفتم، خیلی هم جا داره بازم بگم، خیلی های دیگه اومدم گفتن، ولی متاسفانه یه سری چیزا فراموششون شده به دلیل مشکلاتی که اونجا پیش اومده، به دلیل مسائلی که بوده. حالا ما در خدمتیم، فکر میکنم وقت منم دیگه تموم شده، به جایی به نقطه رسیدیم که وقت من تموم شده، ولی میدونم سوالات خیلی زیادی هست که باید جواب بدم، چه سر بحث اشپیگل، چه سر بحث موضوعات دیگه، بحث ده شهریور مون که بحث ده شهریور که کاملا من یادمه، و چون که اون زمان من یکی از فرمانده های نیرویی بودم، ما را صدا کردن، کامل همه چی رو بهمون توضیح دادن، میتونم تو جلسات بعدی سر این موضوع کامل توضیح بدم بهتون. و نکته ای که میخواستم بگم سر بحث حمزه رحیمی بود که گفتم اینو توی پرانتز بگم. حمزه رحیمی بعد از اینکه سربنیز شد، من سالها همش دنبالش بودم، چون ما دوتا خیلی دوست بودیم با هم، همه فکر میکردن ما دایی خواهرزاده ایم، همه به این چیز میدیدن ما رو، چون انقدر با هم دوست بودیم. حالا کاری ندارم، تو نشسته حتی به هم انتقاد میکردیم، ولی دوستی ما خیلی فراتر از یک نزدیکی برادر بود، اینجوری بگم. که بعد از اینکه هر حمزه سرنوشت شد، سالا من نمی‌دونستم تا موقع بحث خانواده ها پیش اومد، من فکر می‌کردم حمزه دیگه رفته، یا رفته کردستان عراق، یا رفته خارج، یا یه چیزی شده رفته دیگه. بعد خانواده‌اش که اومده بودن، یکی از دوستان برگشت گفت که اون خانواده اون بالا رو دیدی رو سن وایسادن، چون دو تا سن داشت این سالونه. گفتم آره. گفت اون خانواده حمزه رحیمیه. گفتم جدی؟ گفت والله. گفتم برای چی اومدن؟ گفت هیچ، شماره قبر حمزه رو دادن، گفتن که توی عملیات شهید شده، حمزه تو عملیات شهید شده، الان قبرش تو کربلاست. ما اون زمان به والله علی مسعود رجوی خودش بیاد بگه که آیا اون زمان نفراتی که تو عملیات کشته می شدن می بردن کربلا خاک می کردن یا تو اشرف خاکشون می کردن؟ مگه ما دسترسی داشتیم به کربلا تا سال 74؟ دسترسی نداشتیم، یعنی حتی جای به اصطلاح دفن شدن این رو هم دروغ میگن. نه نه، جای دفن شدنشو درست میگن، تو کربلا بردن خاکش کردن، خودشون کشتنش بردن تو کربلا خاکش کردن، به اسم اینکه تو عملیات شهید شده آوردیم اونجا خاکش کردیم. آه. خیلی ممنونم از شما. باز آقای فرمان ایرانی نوشتن که درود بر شهامت شما آقای شکری که تمام تهدیدهای فرقه را به هیچ گرفتید و زبان باز کردید و رجوی را
افشا کردید. من هم یک بار دیگه از شما تشکر میکنم، امیدوارم در برنامه آینده شما رو داشته باشیم با مدت زمان بیشتری. خیلی ممنون که با ما بودید، باز هم زندگی جدید رو به تبریک میگم و امیدوارم فردایی بهتر و آیندهی روشنتر در انتظارت باشه. با تشکر از همه اونایی که ما رو همراهی میکردن و با تشکر از شما که این برنامه رو برای من ترتیب دادین، خیلی ممنون. دست شما در نکنه، خدا حافظ همگی. انشالله تو جلسات بعدی روشنگری بیشتری داریم. خدا نگهدار شما. به امید دیدار شما. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای غلامرضا شکری بودیم و ایشون همون اول برنامه هم گفتن که میتونید حتی در موقعی که این برنامه ها به صورت بازپخش هست یا دوباره در فیسبوک، اونجا تا هفته آینده این ویدیو رو ما هیچ وقت بر نمیداریم، درست برعکس سازمان مجاهدین که یه روز دشمن آمریکاست یه روز دوست میشه، مجبور خودش رو عوض کنه. ما حرفی که میزنیم هست، اگر یه روزی هم اشتباهی گفته باشیم اون اشتباه رو اتفاقا نگه میداریم، میگیم اشتباه گفتیم و از شما عذر میخوام. در هر صورت آقای حسین نژاد هم درود و تبریک به این دو رها شده از بندها و هفت حصار رجوی. و آقای کرمی میگه از شگردهای کثیف فرقه رجوی است که نفرات مخالف و مسئله دار را میکشند و بعد هم میگفتند در عملیات کشته شدند. دوستان عزیز، منتظر هستیم تا دوست دیگری که ایشون هم در آلبانی هستند به ما بپیوندند. ممنونم از آقای عبدی، منوچهر عبدی، که این امکانات رو در اختیار این دوستان قرار میده تا روزی که اینها بتونن خودشون وسایل و امکاناتی رو داشته باشن که با من و شما مستقیما تماس بگیرن. و میریم باز به آلبانی و سلام میکنیم به آقای حسن حیرانی. آقا خیلی خوش آمدید به تلویزیون مردم، اولین بار هست ولی امیدوارم آخرین بار نباشه. و شما به ما بگید که آقای حسن حیرانی کیست و چگونه به سازمان مجاهدین پیوست، تا من بعد سوالاتی رو که هم در اون پوستر نوشته شده و هم دوستان روی فیسبوک مطرح میکنن از شما بپرسم. بفرمایید و خیلی خوش آمدید. بفرمایید. سلام آقای سوربی، روز شما بخیر، البته شبتون بخیر، هم شما هم بیننده های عزیز. من به هر حال طبق اعلام جدایی رسمی خودم از فرقه رجوی که نوشتم دیگه کامل اونجا همینجور رو شرح دادم، علت پیوستی که تا جداییمو به طور کامل که به هر حال از سال 2003 که ما در سفر به عراق با کنجکاوی خودم و به هر حال تشویق دوستم حسن شواز که به این فرقه پیوستیم و به هر حال ماجراهایی که پیش اومد تا اینکه چند ماه پیش بود، 10 ماه پیش، که در یک اتفاقی که افتاد ما از فرقه جدا شدیم. در خدمتتون هستم. آقای شهباز وقتی مهمون ما بودن صحبت کردن که به اتفاقی که از دوستان آمدن و شما خیلی کنجکاو بودید و اون کنجکاوی شما رو به سازمان کشید. و برای من جالبه که شما از به اصطلاح جدا شدنتون هم چندان نمیگذره و میشه گفت که شما جزء اون سونامی جدیدی هستید که ریزش سازمان رو شدت داده. خب بگید ببینیم که رفتار اینها در به اصطلاح اوائلی که شما به اونها پیوستید چگونه بود، بعد چی شد، چی دیدید، تا من این سوالات دوستان رو از شما هم بپرسم. ضمناً مثل که شما در اون مصاحبه ها هم بودید، نه؟ مصاحبه های کانال 4 و تلویزیون به اصطلاح بعد شما، پس شما هم شریک جرم آقای شکری هست. بفرمایید. بله بله، عرضم به حضورتون که اون زمان سال 2003 یا همون 81 و 2 شمسی خودمون، خب اون موقع مثل الان این فضای مجازی و ارتباطات گسترده و این برحال شبکه‌های اجتماعی که برحال اطلاع رسانی های خیلی قوی ایجاد شده و تقریبا نگاه بکنی نسل جدید کشورمون هم دیگه چیزی نیست که ندونن، همه چی رو میدونن. خب اون موقع برحال سازمان پر افتخار مجاهدین یه هندونی سربسته بود که حالا برحال
تبلیغاتی از داخل ایران در موردش بود، یه تبلیغاتی هم خودش داشت. به هر حال اونطوری نبود که قبل از اینکه وارد این سازمان بشیم بتونیم ماهیت این فرقه رو خوب واقعا از یک منابع بدون مرتبط با طرفین در بیاریم. خب الان نگاه میکنیم مثلا خب اینقدر اطلاع رسانی قوی شده مثلا توسط همین افراد جدا شده در طی یک دهه گذشته و برای شبکه های اجتماعی که مثلا جوان ایران به راحتی مثلا خب در دسترس دارن، خب بیانش همینه که شما نگاه کنید در این دهه گذشته کسی این سازمان نپیوسته. قبل از جنگ امریکا با عراق که حتی خود مسعود رجبی هم میگفتش که مثلا تو همین سالن اجتماعاتی که ما در اشرف بودیم تو همین سالن 4200 نفر در آخرین نشست بودن. حالا بعد جنگ حالا یه تعداد کادر رو ما فرستادن خارج، بعد مثلا تو اخبارشون میگفتن 4000 نفر، بعد شد 3800، بعد شد 3400، بعد شد 3000 تا. خب الان هم جدیدن خب مثلا خب خود سازمان پر افتخار مجاهدین میگه که 2500 عضو این سازمان در خطر مثلا تهدیدات تروریستی رژیم ایران در آلبانی هستن و هشدار از این حرفا. الان نگاه بکنی خب مثلا چجوری شده که مثلا 1700 نفر از این سازمان آب رفته، هیچ زاد و ولدی که نداشته، هیچ جذب نیرویی که نداشته، آخرش هم اینطوری یک حالا به قولی که از همین دوستان آلبانیایی که رفته اومده اسم اونجا باشه بزرگترین خانه سالمندان آلبانی. بعد حالا از قول ما که به هر حال 15 سال از عمرمون اونجا بودیم به معنای واقعی کلمه یک مزرعه حیواناتی که اونجا درست کردن با تمام اون طبقات هم که تو اون کتاب هستش حتما کتاب مطالعه کرده. بله انیمال فارم. تا الان که دیگه به هر حال تو این آلانی هستی خب دیگه اینطوری گذشته تا به اینجا رسیده. آقای حیرانی خیلی ممنونم که آمدید، چون بعضی ها وقتی جدا میشن میرن به کار و زندگی خودشون میرسن و میگن ما به اندازه کافی عمر و زندگی و جوانیمون رو تلف کردیم، چرا حالا بیایم صحبتی کنیم که احیانا بعضی از دوستان حتی به ما خورده بگیرن. ولی من به نوبه خودم بارها از دوستان تشکر کردم، از شما هم ممنونم، متشکرم، چون اگر کسی آمده بود قبلا و گفته بود شاید شما اگر صحبتهای اونها رو میدیدید همینجوری که خودتون الان توضیح دادید یک قیافه و عکس و چهره واقعی از درون سازمان بود. البته اون موقع امکانات اینترنت و اینها کمتر بود و الان اینترنت هم آمده به کمک من و شما تا چهره واقعی سازمان رو بیشتر نشون بدیم. آقای زمانیان از ایران به شما و آقای شکری سلام و آفرین میفرستند و آقای کرمی از پاریس گفتن این دوستان سونامی بهمن ماه است که فرقه رجبی میخواست در تهران باشد که فرقه نتوانست به تهران برود و در نتیجه این دوستان بیرون آمدند. آقای سهند فریاد رزاقی از پاریس برای شما نوشتن که با سلام به آقای حیرانی و تبریک به خاطر رهایی ذهنی و جسمی از فرقه رجبی. ولی یه سوال خیلی جالبه، آقای فرمام ایرانی میگه که آقای حیرانی شما گفتید که اول ایشون سلام کرده، سلام به آقای حیرانی، شما گفتید که به تشویق دوستتان به سازمان پیوستید، یعنی خود شما تمایل به رفتن به سازمان نداشتید، اینجوری ما باید برداشت کنیم یا اینکه بالاخره دوتا گفتم اگر که بخوایم وسکشی کنیم این وسط، بخشش کنجکاوی خودم بود که به هر حال من اون موقع یه جوان 23 ساله بودم، حالا حسن شهباز خب چند سالی از من بزرگتر بود برحال چیزای بیشتری میدونست و خب بخشم به تشویق، چون حسن بچه همون منطقه استاد معین تهران بود و برحال یه خاطراتی از عملیات این سازمان داشت در دوران بچگیش و برحال یه چیزایی همون تعریف کرده بود برام، یعنی بخواییم بگیم این صورت بود، یعنی اون بخشی کنجکاوی همواره همراه با میزان نگرانی هم هست. اون نگرانی که به هر حال در من رفع شد و فقط کنجکاوی به هر حال بر من غلبه کرد بیشتر به خاطر همین تشویق حسن شهباز بود. خب خیلی ممنون. خانم معینی، زهرا معینی از آلمان نوشتن سلام به آقای حیرانی و تبریک به خاطر رهایی از فرقه رجوی.
فقط از شانتاج های فرقه نترسید، چون ایشون میتونم بگم یکی از اونایی که بیشترین و بدترین شانتاج ها، تهمت ها، توهین ها دربارش گفته شده، ولی مقاوم و ایستاد و به اصطلاح پوزه رجوی رو چنان به خاک مالید که میبینیم رجوی مفقود ولی خانم معینی سرفراز و سربلند باقی موندن. باز هم ما از شما ممنونیم، اگر صحبتی دارید بفرمایید، ولی من اینجا یه خواهشی از شما میکنم و از کانون آوا که شما و آقای شکری رو اگه بتونیم هفته آینده باز داشته باشیم تا برنامه کاملتری از شماها داشته باشیم. ولی انشالله. بله، سوال این هست که آقای این موضوع را چطور میبینید و چرا فرقه رجوی اینطور افسار گسیخته دارد؟ این همون در رابطه با مصاحبه ها هست و باز برمیگردم به اینکه خود رجوی گفته که هر وقت میخواین شدت عمل و صحیح بودن عملتون رو بفهمید از عکس العمل دشمن متوجه میشید. شما چی فکر میکنید راجع به این گزارش اشپیگل و اینکه فرقه اینجوری به تکاپو افتاده، حتی برنامه تلویزیون خودش رو اختصاص میده که بیاد درباره این مصاحبه صحبت کنه؟ بفرمایید. عرضم به حضورتون که جناب سوربی، اون موقعی که خانم لوئیسا از طرف اشپیگل اومده بودن اینجا، یک موضوعی که فرقه به روی نامبارک خودش اصلا نیاورده تا الان این بود که اون موقع آقای مصطفی محمدی به همراه همسرشون محب خانم اینجا بودن، که خلاصه اشپیگل اومد اینجا با اینا صحبت کرد، به هر حال رفت با اون دادگاه، با قاضی، با وکیل، و به هر حال موضوعات اینجا پرده برداری رو نمایی شد، دست فرقه رو شد، که خب به هر حال بس فرقه که اینجا به هر حال با پولایی که خرج میکنه از کیسه سعودی و خب به هر حال تو این کشور یه حجم مراودات مالی خب سنگین ایجاد کرده، یه ملای برای خودش ایجاد کرده، خب اینجور چیزا خیلی برای فرقه سنگین بود که این کار یکی از اون بابت بود که در رابطه با اشپیگل. و یه موضوع دیگه هم که اشپیگل بچوری جز اینا رو در آورده اینه که حدود یک ماه پیش یک روزنامه اسپانیایی یک خبری رو منتشر میکنه که درز میکنه که حالا آلخویدال کوادراس هم بسید که ازش سوال کردن، گفته بله این درسته، که این سازمان پر افتخار مجاهدین 146 مرتبه کمک مالی به حزب دست راستی اسپانیا کرده به میزان 800 هزار یورو. حالا اشپیگل برداشته این مقاله رو بودن چند هفته پیش اینو به آلمانی ترجمه کرده و در چاپ کرده اینو. خب دست سازمان پر افتخارم خیلی بسته است در این زمینه که بیاد مثلا چه برداره علیه مثلا اشپیگل یا علیه اون روزنامه اسپانیایی بخواد حرف بزنه. دیگه گذاشت تا اینجا دیگه همه عقده‌ها رو با هم دیگه خالی کرد سر این که به هر حال مثلا افشاگری‌هایی که مثلا بچه‌های ما داشتن در رابطه با فرقه، که اینجا اینطوری زد بیرون. بسیار ممنونم از شما. شما حالا اونا هم بعداً باید مفصلا سرش صحبت بشه، نکات زیادی توش هست حتما که همین الان که آقای زمانیان پول خرج کردن لابی سازی میکنن، دقیقا ما تو عراق هم که بودیم همین کار انجام میشد. بله، آقای زمانیان از ایران میگن که حتما آقای شکری را باز هم دعوت کنیم. دوستان پیشنهاد میکنن شما را هم داشته باشیم تا زمان بیشتری داشته باشین. و آقای رزاقی از پاریس میگه که آقای سوربی، همین جدا شده ها با دست خالی بدون امکانات رجوی را از عرش به فرش کشیدند. اگر جدا شده ها نبودند رجوی هنوز هم برای ما امام زمانی میکرد. در هر صورت من هم خوشحالم که تلویزیون مردم این پلتفرم و این سکوی ارتباطی را در اختیار این دوستان گذاشته تا اینها بتونن با شما عزیزان در تماس باشن. از شما خواهش میکنم شما هم این برنامه ها را با دوستان دیگه در میون بذارید، روی فیسبوک، روی یوتیوب میتونید به اصطلاح مشترک بشین یا با دوستان خودتون. ضمناً آقای راستگو هم برای شما نوشتن که درود بر آقای حیرانی. خب شما درباره مجله اشپیگل صحبت کردید، ولی باز سوال میکنن که چرا روزنامه اشپیگل این تیتر را برای این مقاله انتخاب کرد؟ اعضای این سازمان کشتار را تمرین می‌کنند یا تمرینات مجاهدین در آلبانی
هفته سه بار بریدن گلو با چاقو. نظر شما در رابطه با تیتر چی است؟ آیا این برداشت اونها واقعی است؟ عرضم به حضورتون که جناب سوری، ما همچین حرفی رو به خبرنگار اشپیگل نگفتیم. خبرنگار اشپیگل خب البته در عراق، حالا تو قبل جنگش که بیشتر، یا تو حتی لیبرتی هم که بودیم، خب ما هفته سه بار این تمرینات اینطوری داشتیم. ولی خب از موقعی که اومدیم به آلبانی، در آلبانی تا وقتی که در آپارتمان هایی که سازمان ملل در منطقه به نام کشار در تیرانا نارو اجاره کرده بودیم، که خب نه، امکان هم چیز نبود. بعدش هم اون زمانی که ما دیگه جدا شدیم، یعنی از آذر ماه پارسال که همه رو بردن توی این یک وادی توی همین روستای مانز در فاصله مثلا 25 کیلومتری تیرانا، اونجا هم که بردن آدم ها رو همه دیگه لباس کارگری پوشونده بودن و این بردگی داشتن توی اون بارندگی های شدید. اینجا مثل شمال ایرانه دیگه، مثلا تو بارندگی ها تو اون گل و شل دیگه همه کارگری میکردن، یعنی اونجا هم کلاس نبود. ولی به بعدش حالا صحبت هایی که، یعنی کارهایی که این فرقه انجام داده، مثلا شما نگاهانه عراقیزه کردن مناسبات و تشکیلات یا صدامیزه کردنش که اینطوری دقیقا همون حالت های عراق رو به وجود آورده و همه رو دوباره کرده توی کمپی و دورش رو فنس کشیده و دیگه عبور مرور ورود و خروجی نداره و اینها دیگه، این احتمال زیاد برداشته، البته از خود خبرنگار باید سوال کنین جواب دقیق ترشو، برداشت خودش بوده که این سازمان با این کارهایی که داره میکنه به این سمت میره، النهایه داره همون کارها رو انجام میده و به همین آموزش ها میرسه، که ناگفته نمونه که همین امروز یکی از نفرات جدا شده که البته از فرقه مستمری ماهیانشو میگیره، این حرفو به من زد، گفتش که آره کلاسای همون استران کماندوی تکاوری یا به هر حال چیزای اینطوری تحت عنوان دفاع شخصی یا چیزایی که بود، آره یه همچین کاری الان شروع شده دیگه، الان که کارش ساختمانی تموم شده و دیگه نیاز کار کارگری میکنن آدم ها دیگه تموم شده، الان مثلا یه همچین اینا راستش رو بخواهم من امروز شنیدم. ما شاهد بودیم که در گذشته سازمان مجاهدین حتی دبیر کل سازمان ملل رو هم مأمور آخونده میدونست و تهمت های و توهین های مکرری به اونها میکرد، ولی جدیدن میبینیم که هر خبرنگاری یا رادیو تلویزیونی که بیاد و بخواد حقایق رو بگه، از جمله خود من هم، اینها تهمت زدن، تهدید کردن، که یک نمونهش این بود که خلبانی رو اینجا من بردم دادگاه و گفتن که برو دنبال کارت و نزدیک سوربی دیگه نه. این ماجرای اشپیگل به نظر میرسه که اینها حتی خبرنگار یا این خانم همریش، خبرنگار اشپیگل رو به ارگانهای سرکوبگر و امنیتی چسباندن. نظر شما در این مورد چیه؟ والا برای اطلاع بیشتر شما، خانم لویزا از روزی که اومد من پیشش بودم و از نزدیک اتفاقا همه چیزاشو میدونستم، کار برنامه این که اینجا داشت، بعد اون عکسی هم که فرقه چیز کرد، من همه عکساش هم توی موبایلش بهم نشون داد. ایشون به ایران که رفته بوده از طرف سردبیر اشپیگل، ماموریتی که داشته در رابطه با مقاله کار میکرده، کار تحقیقاتی در رابطه با مسئله جنبش سبز ایران، نسل جدید ایران، تغییراتی که در نسل جدید ایران هست، تغییرات ایده ها، فکر و چیزی در از خانه برحال نسل جوان ایران بوده، رو این کار میکرده که در خلال این تحقیقاتی هم که میکرده یک سفری هم با راهیان نور بلند میشه میره، که حالا همون چادر هم سرش کرده بوده، حالا یه عکس هم گرفته بوده، که یه مقاله هم سر همون اردوی راهیان نور مینیسته که انتقادی بوده اتفاقا، که مثل که خودش حالا اینطوری میگفتش که دیگه ممنون ورود شدن به ایران. حالا یه عکسی حالا فرقه گیر آورده و اینطوری یه حالت چیزی نشون میده که مثلا انگار این خانم با یه افکار راست مذهبی چیزی، یا مثلا به این صورت کلا در فرهنگ این فرقه اینطوریه، حتی اگر کسی انتقادی بکنه به این سازمان پر افتخار یا خود رهبرش مسعود رجوی، حتی اگر به هیچ جا هم نتونن وصلش کنن یا ربطش بدن، اندهایه میگن مزدور بجیر مواجب رژیم، مزدور بجیر مواجب رژیم. این دیگه فرهنگ لغت خودشو داره این فرقه دیگه، مثلا
یعنی همه مزدورن، یعنی هر کسی که حرفی بزنه یا انتقادی بکنه خب همه مزدورن دیگه، دیگه نتونم چیزی کنم میشه مزدور بیجیر مواجه. یعنی اندهای مارک مزدوری رو باید به خودش بخره، حرکت به جون بخره، هر کسی که بخواد کوچیک یعنی حرفی بزنه، افشاگری بکنه، انتقادی بکنه، خلاصه به اینا بگه بالا چش دعوا. خیلی جالب شما همش میگین سازمان پر افتخار، من خندم میگیره اینجا. عکس شما رو با این خانم نشون دادم. معتقدم که آی سوربی باید کلمات رو کامل بگیم، چون ما الان با یه هیئت منصفه مواجهیم به تعداد 80 میلیون نفر، باید کلمات رو کامل بگیم که چون افراد دارن قضاوت میکنن این سازمان پر افتخاره که خودشون تکرار، من هر دقیقاً کلمات خودشون رو باید بگیم تا بشه بهتره. مریم پاکرهایی، من تو مقاله هم می‌نویسم مریم پاکرهایی که چطوری مثلا یه کسی هم خودشو پاک میدونه هم رها میدونه این قدم تکرار میکنه در مورد خودش. حالا لحظه اجازه بده بقیه براش بگن، نه اینکه خودش میخوان مقایسش کنن با مریم مقدس و منتظرن که خدا بیاد حاملش کنه. حالا نشیدنم حالا بران آقای حیرانی عزیزم میگه که آقای کرمی از پاریس، شما نگران نباشید که به سربی میگن مزدور یا به دیگران میگن مزدور. میگه این فرقه وقتی که سخنگوی کاخ سفید در زمان بوش پدر بر علیه فرقه رجوی صحبت کرد، فرقه رجوی گفت او مزدور جمهوری اسلامی است. یعنی دیگه این به من شما یه معیاری میده که ببینیم ما کجا هستیم اونها کجا هستن. باز آقای کرمی نوشته که ببخشید صحبتی داشته شما بفرمایید. عرضم بزرگتون که یک بحث که بود اون موقع تو سازمان که خود مسعود رجوی هم سریع صحبت میکرد، از لنین که حالا یه مقاله در همون نشریه آیسکرا که مثلا زمان حالا سوئد بوده توی اروپا بوده برای شوروی روسیه اون موقع تزاری فرستاده بوده برای نیروهای خودش، که داره میگه که بر علیه انقلاب دیدیم که چطور نیروهای استعماری و ارتجایی در توافق با همدیگه علیه انقلاب مثلا دست به دست میدن و جدان. حالا چیزی که وجود داشت از این استفاده میکرد مسئول رجوی و یه مغلطه ایجاد میکرد، هر تمام این رسانه ها رو میگه مثلا رسانه های استعماری که رسانه های استعماری هم خط خطوط استعمار رو دارن پیش میبرن، از اون برم در ایران یک ارتجاییه، حالا بگذاریم برای خاورمیانه تو چه نقطه زمانی و مکانی خودش قرار داره، و به هر حال اینا علیه نیروهای انقلابی هستن که حالا که خودش باشه، و به هر حال میگم اینا یعنی طبیعی بود، یعنی اینجوری آنالیز میکرد که بله دیگه خب به هر حال اینا دیگه مزدوری اونا دارن میکنن به خاطر اینکه اونا سر پا نگه دارن یا علیه نیروی انقلابی چون ما مطلوب مثلا استعمار نیستیم و مجموعی از این حرفا دیگه. خب به هر حال یه تحلیل اینجوری خب دیگه بعدش هم به راحتی بدونی که ذره هم خودش دچار لحظه ای ابهام بشه راحت به همه میگه مزدور دیگه. البته ناگفته نمونه های سوربی که توی این تیرانا خیلی دستش بسته است به نسبت عراق، ولی به نسبت بله دقیقا بله. چون در عراق اینا هر کسی کوچکتر حرفی بود و با توهین های خیلی شدید هم کرد، روزنامه های زنجیره‌ای مثلا وزارت اطلاعات در عراق، مزدوران رژیم ایران در عراق خیلی، ولی الان خب دیگه به این نشریات مثلا خدای محمدی که آمده بود به همراه همسرش اینجا تقریبا تو تمام نشریات آلبانی اینا انعکاس داشتن، رفتن مصاحبه کردن، فقط تو یکیش مصاحبه نکردن که سازمان رفت یه دونه اونجا مصاحبه علیه اینا زد که بعد رفتیم اونجا که گفتیم که گفت نه اونا 15,000 یورو به سردبیرش پول دادن که اونا مقالهشون رو زدن، که بعد ما یه وکیل اینجا گرفتیم خودم همراهشون بودم رفتم اونجا گفتم آقا طبق قانون نشریات شما این حرفایی که نوشتین باید ما جوابیهش رو بدیم، که دیگه جوابیهش رو توی همون روزنامه دوباره فرداش چاپ کردن یا پس فرداش دیگه فرقه سراغ هیچ روزنامه‌ای نرفت، چون طبق قانون آلمانی هر اگه می‌خواست چیزی بدونه طبق قانون ما وکیل گرفته بودیم می‌رفتیم اونجا می‌گفتیم خب حالا جوابی ما هم بزن، بعد به این صورت خب گیر افتاده بود فرقه دیگه سراغ هیچ روزنامه‌ای نرفت و خب برات اینجا دستش بسته است، فرقه نمیتونه به روزنامه‌های آلمانی به شبکه تاپ چنل اینجا که مثلا خب چه گزارشی حالا پخش کرده افشاگر علی این فرقه به اینا بگه مثلا مزدور رژیم دیگه
آقای حیرانی، رشته شما چی بوده؟ شما دانشجو بودید وقتی که به سازمان پیوستید، نه؟ من رشته راه ساختمان خوندم. آها، راه ساختمان. من فکر کردم قانونی چیزی، چون اینجوری همون صحبتی که من به این دوستمون آقای شکری گفتم، خب شما بگردید یه راهی پیدا کنید از لحاظ قانونی، چون شما و من که نمیخوایم غیر قانونی عمل کنیم مثل سازمان، و به نظر میرسه که شما یا دوستی که بهتون پیشنهاد کرده و تونستید برید اونجا با سردبیر بگید طبق قانون مطبوعات که شما اینو نوشتید ما هم باید جواب بدیم، اون 15000 دلار سازمان رو به باد بدید. دوستان پیشنهاد دارن به شما، اجازه بدید من بخونم. میگن که بله، میگن که نه آقای حیرانی، این که شما چیزایی رو که اونها میگن بگید قلب کردن کلمات هست، چون فرقه این کار رو انجام میده، همون مثلا مریم پاک رهایی، سازمان پر افتخار، اینها میگن اتفاقا شما باید مثل همون دوستان دیگری که عنوان میکنن و کلمات مثل فرقه و اینها رو استفاده میکنن به جای سازمان و اینها استفاده کنین، و بالاخره به خود شما بستگی داره. این فقط یه پیشنهاده و نه، من فرقه رو استفاده میکنم همیشه، چون فرقه که میگیم به طور واقعی از یک کلمه درستی داریم استفاده میکنیم، فکر نکنیم به خاطر مثلا چون داریم اینا رو افشا میکنیم این فرقه. فرقه در تعریف یک حالتهایی داره، یک گروه جامعه کوچکی که هم از اینکه جلوگیری میکنن از ارتباطشون با جامعه بزرگتر و اینکه نفراشون چیزی از جامعه نفهمن، دقیقا مصداق همین سازمانه که دقیقا نه میخواد که بیرون از خودش، یعنی مردم بفهمن تو این سازمان چه خبره، نه میخواد حتی نفرات خودش بفهمن که خارج از این سازمان چه خبره. دقیقا همه فرقه همینطوری هست. کلمه فرقه خیلی برازنده این همین سازمان پر افتخار به قول خودشون هست. چشم، منم رعایت کاملا با شما موافقم، و به قول شما هر چیزی یه تعریفی داره. در تمام تعریف های سازمان مجاهدین وقتی شما تعریفش میکنید میبرتش و میگنجه در سکت، در کالت، در فرقه. و امریکایی ها یه چیزی دارن، ضرب المثلی که میگه اگر یه حیوانی مثل مرغابی را میره، مثل مرغابی صدا میده و مثل مرغابی تخم میذاره، شما هیچ نگران نباش، بهش بگو مرغابی. آقای محمود دارابی سوال میکنه که این مسعود رجبی کدام گوری هست که در غیبت کبرا به سر میبره؟ چون بعضیا میگفتن که غیبت صغراست، ولی الان دیگه نمیدونم قانونا از چند سال باید بگذره که بشه غیبت کبرا. ولی یادتون باشه دوستان، اخیراً مریم رجوی رو دیگه نمیگن رئیس جمهور منتخب شورای مقاومت، میگن رهبر سازمان مجاهدین. و خود این یعنی دیگه ما به چه زبانی به شما بگیم رهبر وجود نداره، و خانم رجوی به دلیل پاک بودنش و رهایی بودنش ارتقا مقام گرفته و شده رهبر. من دیدم در نوشته هاشون نوشته بود رهبر. شما نظرت چیه درباره رجوی؟ به نظر شما کجاست؟ زنده است؟ مرده؟ مصدومه؟ معلوله؟ چیه؟ والا اگر که در رابطه با سلامتیش میخواین بدونی، مثلا برای ما که اعضای عضو جدید بودیم مثلا ارتباطی به والا نشه، ولی من با اطلاع شما، ما در اشرف که بودیم اون زمان که بعد از دوره کوتاهی که هیچ ارتباطی نبود، اولین نشستی که روی وایت سکرین میومد صحبت میکرد به صورت چت، نشستاش مثلا 7-8-10 ساعت بود مثلا به این صورت. حالا یه سری نشستایی هم بعدها صوتی ایجاد شد که خودش ما صحبت کرد، ولی خب نشستا طولانی، بالای 7-8 ساعت نشست طولانی بود. ولی ما به حتما میدونی که دیگه دیابت شدیدی هم داره دیگه، مثلا تقریبا نزدیک به 30 سال شاید باشه. بعد ما به لیبرتی که رسیدیم دیگه نشستا در حد 2 ساعت بود به صورت چت، اونم یعنی نشون میداد که به لحاظ جسمی کشش نشست طولانی نداره، یعنی از وسط لیبرتی دیگه همینطوری هی زمان بندی نشستا کم شد تا اینکه اومدیم به اینجا، که این خودش خب نشون میده که به هر حال اگرم حالا در قید حیات هست یا به هر حال هر چیزی که هست، حتی اگرم باشه که علنی نخواهد شد مطمئنا، به دلیل خب اینکه
حساسیت هایی که سر خودش هم وجود داره و اینا ترجیح میدن که، یعنی خودش اصلا ترجیح میده که به صورت همون یه چهره مقدسی در گذشته بمونه و دیگه نه عکسی ازش باشه نه حتی خودش، چون به هر حال همون موقع داخل سازمان ابریشم چی میگفت؟ میگفت گذشته ما خیلی برامون مهمه، ما حتی بتونیم به سرنگونی دست پیدا بکنیم اصلا دنبال حکومت میسیم، یه انتخابات آزاد باشه بعد یکی دیگه با حکومت برسه، فقط ما گذشتمون حفظ بشه. اگر ما نتونیم سرنگون کنیم تمام کارهایی که کردیم همه طلبکار کارهایی کرده ما و ما سازمانمون تاریخا پودر میشه. بعدش هم که اومدیم اینجا دیگه خود مریم خانم هم دیگه اومد و گفت اینجا آرمان شهره، ولو با این فرض که ما حتی 10% مثلا هوادار در ایران داشته باشیم به این مبارزه ادامه میدیم. و یه دفعه حتی خود هم مسعود رجوی هم به اصطلاح بعد از صمد هم حسین سیاه‌کلا گفتش که ما مثل ائمه اطهار، مثل ائمه معصومه که دنبال حکومت نبودن بعد از امام حسین، اونا همشون در حال انجام رسالتی بودن که ما مجاهدین امروز سر سفره ایدئولوژیک اون نشستیم، ما هم اینجا حتی در همین آرمان شهرمون هم ادامه میدیم به یه زندگی آرمانی، حتی اگر به حاکمیت یا به دستاورد سیاسی در ایران نرسیم باشه تا نسل‌های آینده از این مرام ما، از این راه و شیوه ما الگویی بگیرن که اون موقع استفاده کنن. این تعبه هستم که بین آرمان شهر همه رو بردن اینجوری شد دیگه. دیگه به موازات بحث 2 سال ترامپ که دیگه داشت مشخص میشد که اصلا یه جوکیه بخواد همچین اتفاقی بیفته، دیگه این بحث رو هم آورده بودن دیگه که الان دارن رو همون بیشتر تمرکز دارن، افراد رو به هر حال آرمانیزه میکنن دیگه مناسباتشون. بسیار ممنونم. شما آلمانی و گفتید آرمان شهر، شما که در آرمان شهر هستید تهدیدای من نگفتم موقعی که آدما رو بردن مزرعه حیوانات، این انیمالز فارمی که ساختن اونجا رو اسمش رو گذاشت آرمان شهر. بله دیگه از اشرف خسته شدن. بله خب میگن که شماها که در آلبانی هستید از تهدیدایی که از جانب فرقه رجوی در این مدت میشه یا تهدیدا به اصطلاح شدیدتر میشه و اینها نگران نیستید یا به اصطلاح باید بیشتر مواظب باشید یا فکر میکنید که اقلا اینجا بهتر از عراق و آزادتر میتونید صحبت کنید و نظرتون رو بگید؟ آره راستش رو بخواید آیستوری خودم تمایل داشتم همچنین سوال شما نکنید یه وقت خانوادم نگران نشن در این رابطه، ولی خب باشه حالا که سوال کردین من میگم. عرضم حضورتون که نه، مثل عراق امکان سربنیز کردن که مثلا به هر حال یک برادر صدام حسینی هم باشه و اینا به هر حال دست تو دست هم باشه، خب نه همچین امکاناتی وجود نداره. به هر حال اینجا کمیساریه هست، سامملل هست و برحال نفر میاد بیرون. خب این که آیا تهدیداتی بوده یا نبوده، خب برحال من یه مقاله هم نوشتم، برحال ما موقعی که در هتل شاتون لینزا بودیم ستا از این فرماندهانی که خب برحال من میشناختم اینم افشا کرده بودم من که اینا اومدن دور ساختمان ما گشت دادن، در صورتی که محلی که در شمال منطقه فرسکو در تیرانا اصلا هیچ ربطی، من 30-40 کیلومتر ما فاصله داریم با اصلا هیچ ربطی نداشت که اینا بیان، چون یک کوچه فرعیه میره بالا یک تپه اونجا یه سری آپارتمانه، اینا از اون کوچه فرعی با ماشین اومده بودن دور ساختمون ما. این 3 نفر هم ست از فرمانده ها بودن که دوران جوانیشون در عملیات کردستان بودن، خب خیلی هم معروف بودن که اینا سر زیاد بریدن. حالا غیر از اونم یه سری موضوعات دیگه بوده که من با اطلاعاتون من اینا رفتم اینجا به قوه قضاییه گفتم، به کمیساریا گفتم، به سازمان رمسا گفتم، به وزارت کشور گفتم، گفتم که به هر حال همچین وضعیت هست که مشخصا خود منو صدا زدن، منو بردن، یه وکیل ارشد اومد با من صحبت کرد در حضور مترجم اینا و به من گفتم که ببین اولا اینجا یه کشوریه که ما یه سکر سرویس بسیار قوی داریم که این یادگار انور خواجه است که همونطوری مونده، ما کاملا تمام رفتارهای این فرقه و شما نفرات جدا شده زیر نظر هستین، هیچ کاری کسی نمیتونه بکنه که از چشم ما دور باشه، ولی علی الحال با تمام این وجود ما از تو میخواییم که شبا تو خیابونه تاریک نری، تو خیابونه خلوت و فرعی سعی کن تردد نداشته باشی،
بیرونم میای سعی کن مثلا با دوستات مثلا دو نفره سه نفره بیان بیرون که به طور خاص شخص تو یه حساسیت های روی تو ایجاد شده اینجا جدیدن که برحال از یه حفاظتی برخوردار باشید. یه تلفنایی هم به من دادن اونجا، گفتن که هر موقع پیش اتفاق افتاد سریعا زنگ بزن، جی پی اس موبایل همیشه روشن باشه. من در رابطه با خودم که یه همچین موضوعاتی بوده که دارم میگم بهتون که باشه. حالا غیر از اینشم که بخوام بگم، برحال من 15 سال تون فرقه بودم، کلیه تک تک لحظاتی که یعنی کسی بیشتر از فرقه به من اشراف نداره، چون ما زمانی که در فرقه بودیم مثلا مجاهد بودیم، هر روز ما یه خودبازجویی از خودمون داشتیم، کلیه لحظات جنسی، لحظات جنسی، تمام انتقال، یعنی تمام از خودمون یه گزارش کامل هر روز میدادیم، یه بیلان، حتی بیلان فکری خودمونم. دقیقا اون فرقه خیلی خوب به من اشراف داره، خودشم میدونه که چیزی به اسم ترس در من اصلا وجود نداره و از این بابت هم حتی موقعی که در فرقه بودم مورد تشویق فرمانده ها من بودم. اینکه با این کار بچه ترسونی که مثلا من بخوام جا بزنم بترسم یا مثلا آه مثلا چه خبر شد، نه اینه. ولی خب یه همچین چیزایی هم بوده، چون بسیار زمان مشخصا گفتن که ممکنه که خب درسته که خود این سازمان نتونه علیه تو کاری بکنه، ولی خب برحال کشور ما کشوری که باندای مافیایی توش زیاده، خب به طور غیر مستقیم ممکنه مثلا خب یه آسیب بخوام به تو برسونم. این چیزایی که خدمتون عرض کردم به من گفتن که این رعایت ها رو بکنم. بسیار ممنونم. از شما میپرسند شما پیامی دارید برای دوستانی که هنوز هم در سازمان هستند و ما امیدواریم که دسترسی داشته باشند به تلفن‌های دستی یا اینترنت و بتونن برنامه ها رو ببینن، یا خود شما اون چیزی که گفته بودن از جدا شده ها در خارج و چیزی که الان میبینید چه تفاوتی داره؟ بفرمایید. خب راستش رو بخوام، من خودم به عنوان کسی که چندین ماه از داخل فرق اومدم بیرون، یعنی آی سوربی مثلا تا زمانی که داخلشه خوب متوجه آدم نمیشه، مثلا ما از موقعی که اومدم بیرون هرچی فاصله بیشتر میگیری از این سازمان متوجه شما تو چه جای مهیبی بودیم. ما گاهن با بچه ها خودمون صحبت میکنیم میگیم چجوری 15 سال اونجا بودیم، خودمون باورمون نمیشه چجوری 15 سال اونجا بودیم. مثلا یعنی میای بیرون تازه متوجه میشی که این که میگن در سازمان مجاهدین یک زندانه، شاید این کلمه به تنهایی بیانگر نباشه. ما الان همین موضوع رو میخوایم مثلا به خبرنگارا بگیم مثلا متوجه نمیشن. خب یعنی در سازمان در فرقه دو زندانی، یکی زندان فیزیکیه، قطع کردن افراد ارتباطاتشون با خانواده، با ملای اجتماعی، ارتباطات مثلا در فضای مجازی، بعد آدم ها رو بردن در یک محلی دورش رو فنس کشیدن. خب این یه زندانه، و یک زندان هم یه زندان فکریه که آدم ها رو در یک حاله ای از ابهام و اون تزریقات خودشون، که تزریقات فکری خودشون که اسمشون میذارن بحث ایدولوژی، آدم در دو زندانه، مدام از این زندان به اون زندان، از این زندان به اون زندان. مثلا گاهن از یکی از نفرات سوال میشه مثلا که چطوری که در فلان سال فلان بدرفتاری با تو شده، خب تو نیومدی بیرون از این فرصت. درسته که برای مثلا یک پریودی مثلا دری باز شد این میتونست بیاد بیرون، ولی یعنی اون زندان شکاف برداشت، ولی توی این فرقه از اونجا که دو تا زندانه، اون نقطه این نفر تو اون زندان فکری خودش بوده با شیوه ها، با ترفند هایی که خود این فرقه با بحث ها نفر رو مدام از این بند به اون بند میبرن. که حالا نمیدونم شاید چطوری میتونم کامل ترین توضیح بدم. واقعا این که خیلی از متوجه شدم، افرادی هم که داخل متوجه شدم. مثلا فرقه هستن، خب بخشی خب ناراضی، خب به دلایلی نمیان دیگه، میگن برای سنی از ما گذشته، برای بیرون هم بیریم میخوایم چیکار کنیم، امیدی، یعنی دقیقا ناامید کاملا. بخشی هم که واقعا خب در زندان فکری خودشونن دیگه، حالا توی نقطه ترک برمیداره، برای پرده ها کنار میره، ماهیت فرقه رو بهتر خواهند شناخت. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم که روزهای بهتری، آینده روشنتری در انتظارتون باشه و ما شما رو بیشتر داشته باشیم تا خبرهای بهتری رو به دوستان بگید، و از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. باز هم امیدوارم شما رو ببینیم، به امید دیدار، و باز هم اگر حرفی دارید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی کنیم تا جلسات آینده.
خواهش میکنم نظر لطفتون آقای سربی، خیلی ممنون، تشکر، انشاءالله که در جلسات بعد صحبت مفصول‌تری خواهیم داشت. بسیار. اگه امر دارید من از خدمتتون مرخص میشم. من عرضی ندارم، ممنونم که با ما بودین. مرسی. قربان شما، خدافظ. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با آقای حسن حیرانی بودیم و قبل از ایشون هم آقای غلامرضا شکری با ما بودن. این ویدیوها تا یکی دو ساعت دیگه روی یوتیوب قرار میگیره و روی فیسبوک باقی میمونه. آقای کرمی، اون لینکی که فرستادید کار نمیکنه، مینسه ارور 404، ولی آقای قربانعلی حسین نژاد لینکی رو فرستادن درباره اینکه خانم رجوی در فرانسه بودن که میگن که اینجا نوشتن لقب رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را حذف کرده. پس من درست گفتم، دیدم نوشته بود، یکی هم یه جا گفت رهبر چیز، یعنی اینها دیگه دارن به هر زبانی به مردم میگن که دست از سر رجوی بردارید، رجوی یا مرده یا معدومه یا مصدومه یا ازش تعهد گرفتن که برو زندگی کن و ساکت باش. از اینکه با ما بودید ممنون و متشکرم. برنامه‌های تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید، برنامه‌های کانون آبراوا رو به دوستانتون معرفی کنید و شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. حتی شما اگر مجاهد باشید، رهبران مجاهد باشید، مسئولین مجاهد باشید، میتونید برنامه داشته باشید، ولی شما نمیتونید با من تماس بگیرید و بگید ما اینقدر میدیم که برنامه کانون آوا رو قطع کنید. نرخ‌های تلویزیون مردم معلوم و مشخصه و من بسیار خوشحالم که شهادت میتونه بده آقای فیلابی، شهادت میتونه بده آقای علی آقای مجاهد از کانادا، آقای مرداد مجاهد از کالیفرنیا، که ما یه لیست برای همه داریم، اینو میذاریم، میگیم این نرخ‌ها هست، این نرخ‌ها هم برای همین مخارج اینترنت و برق و آب و اینها هست. چون ما درست برعکس سازمان مجاهدین جیرخوار هیچ کس نبوده، نیستیم و نخواهیم بود. ننگ و خجالت بر شمایی که نوکر صدام بودید، حالا نوکر بن سلمان هستید، از همه بدتر آویزون شدید به ترامپ، ترامپی که چنین سابقه کثیف و پلید و شارلاتانیزمی داره. خجالت بر شما ابدی خواهد بود. روز روزگار بر شما خوش، به امید روزهای بهتر و آینده‌ای روشن‌تر.